دوستانی عزیز. دوستان، برای پیشرفت کاری ما ابنا شدن را و لایک گذاشتن را فراموش نسازید. این همه زحمت ها به خاطر شماست. برای زحمت های ما را قدر کردن اتون از شما سپاسگزاریم. تشکر برای توجهتون. سلام دوستان عزیز، با شبکه اصلی ما در یوتیوب با نام امید جان اجدی آبونا شوید و فیلم های نو و جالب رو با صفتی بلند و با شکل پورا تماشا کنید. دستگیری شما پیشروی ما. امید جان اجدی همیشه با شماست عزیزان. امید جان اجدی همیشه با شماست عزیزان. تاجیکستان با پیش همیشه با پیش، وطنی جان با پیش همیشه با پیش، ملکی جانان با پیش همیشه با پیش. این کار خلاص خود شد. بعد از این همه چیز خود فهمیدن. کلش گناه خودت از چنار. فقط خودت باعث مرگت شدی، فهمیدی؟ گفتی تو را از اولادایت کسی جدا کده نمیتونه، همه تو رست باز خواهد دیدی چنار. چنار را از بین میبرم، با دستای خودی کارا میکنم. انشالله که اسما هنوز منتظرم باشه. شماره ای که شما دایل نمودید خاموش می باشد، لطفا بعداً. خدا کنه که برستم. خدایا لطفا تو برم کمک کن. قبل از اینکه کدام حادثه راه بده کمکم کن که به اولادم همه چیز بگویم. اگر از این رای کتا برم زودتر خود رسیدم. مستم سفا کمر، چند قبط پیش زینب خود رفتم. دم آردن آن گفت زده ایش نشد، از بیرون میخواییم. شما تشویش نکنین، درست از با میدیدی دار. شاش نداره دختری، یک داره بدن بازی کن. اما میخوایم امیالا بازی کنم. گفتم بدن بازی کن، ایخو فرار نمی کنه. حالا حال تو بازی کن. امروز بسیار خوب گذشت. مرشتو که یای میادم آمد. بابام بسیار خوش گذشت. بیازو بسیار وقت میشد که ای قسم با هم نبودی. قبل از رفتن ما میخوایم امی قسم با هم بشینیم و خالایشم خبر بدیم که من بیاید. تمام روز رو به زحمت ساختم، اما معلوم دارست که مثل ما خوش است. وقتی دعوتش کنیم خواهد آمد؟ البته که میای دخترم، دویده دویده پیشتون میای.
و هم بسیار خوش داره که همراه شما باشه. از برکت شما در این روزا خوش است، باور کنین. عایشه شما را مثل اولاد خود دوست داره، من شاهد هستم. زنده باشن، ما مونا را بسیار دوست داریم. کم وقت میشم دیگرم بشناسیم. یک زن صادق، یک خانم مهربان، مثل از او هیچ کس بوده نمیتانه. البته دیگه جیانم، از خونش هستین. درست است که پیوند خونی داریم، اما او قسم پیوند خونی نی، خالایش از نقارب خانم کاکایم است. پس تو با ما فکر نمانده، خب پیر شدیم دیگه جانم. دقیقه ای گپا نشون، من قهوه آماده میکنم. تا کای شبیه با هم شیشتا مینوشیم دخترا. خواهر، ما باید حالا برم که زینبه ببینم. درست است اسما، فقط دو دقیقه دیگه. درست است خواهر جان. چی کدی فرات؟ او را پیدا کدی؟ بله خانم، در تقیبش هستم. اگه ای بار باز گمش کنی، باز بجاش تو را از بین میبرم گفته باشم. خوب متوجهش باشی، قبل از اینکه اومار زهر خدا به نواسایم برسانه، ای کار خلاص کن. شما تشویش نکنین، ای کار حل میکنم. هر گپ کشت مرا بی خبر نمانی. ای را خودت خواستی چنار، برد گفته بودم اگه به نواسایم نزدیک شوی تو را نابود میکنم. از اینکه به گپایم گوش نکدی پشیمان خواد شدی. از خاطر توی فرصت از دست خود دادم. آرام باش، بسیار زیاد تشکر. نوش جانت. خب به اجازه تان، من دیگه باید برم. خالایشه قهر میشه، اما زینبم بسیار برام مهم است. چرا جله داری؟ نزدیک از حال میرسه دیگه. بشی خواهر جان، چقدر خوب گپ میزدی. دل خودم میخواید که باشم، اما دختر بیچاره منتظرم است. باور که خاله هیچ وضعیتش خوب نیست، و تو نمیشه کوره تنها بانم. درست است جانف، خودت میفهمی. از طرفم خالایشه را سلام بگوین. درست است؟ درست است میگم جانه. وقتتان خوش گل بابونی خاله. من دیگه میرم. ما مبرد خانه میرم خاله جان. اما من خانه نمیرم جان خاله، پیش یک دوست میرم. اما امرایت وعده میکنم قبل از اینکه از اینجا برام فلم کارتون با هم میبینیم. درست است؟ ناز خالش، با امیدی دیدار خواهر. با امیدی دیدار. خدا بر رفتن بسیار آماده ساخته. انشالله بعد از گپ زدن همراه مادرم از تصمیم خود منصرف شد. به نظر من وقت بعد از این همه سال مادر خدا پیدا کده او را ترک کده هیچ جای نمید. چی خود کرد دیگه؟ با خطر که همراه مادر زندگی کنه دو سال دیگر هم تحمل خود کرد. نه خیر، تنها بس نیست که بفهم مادر شد، باید به بیگناهیشان باور کنم. صبر میکنیم، یک بار حقیقت را بفهم انشالله باور خود کرد. چی کدی فراد، کار خلاص کدی؟ کار حل شد خانم، چند دقیقه پیش شما می باشم. پس زیاد متوجه باش، هیچ کس نباید ببینید. تشویش نکنین، کل چیز حل شد، می فهمین. درست است، وقت رسیدی برم خبر بده. باشه شم فهمیدم. کم مانده راسم جان، کسی که تو را از بین برده به زودی جزای خود خواهد دید. فامیدی بچی، بسیار کم مانده.
دخترم نه وقت تشویش میکنی. اسما یک دختر هوشیار و منطقی است. وقت مادر حقیقت برش بگوی البته که باور میکنه. بیاسو در این مدد امیده که چنار چقدر زن مهربان است. مطمئن استم که به بیگنایشان باور میکنه. چنار به مرچام زرار رسانده نمیتونه. از بین بردن شوهرش خدور است. آسمان باور خواد کرد که انسان مهربان مثل چنار هرگزی کار کرده نمیتوند جانه. واقعا تو راست میگی خواهر جان. اسما هم خطر که هوشیار است، مهربان هم است. به خاطر که بش خواست بیچاره کمک کنه تمام کوشش خودم میکنه. ببینی حتی به خاطر زینب چقدر تلاش میکنه. بالاخره خواد فهمید که مادرم از او انسانایی است که به تهمت ناحق زندانی شده بوده. راست گفتی. پس شما اصلا تشویش نکنی. از خداوند امید نباش جانم. دعای ما قبول خواد شد. باز شما با خوبی و خوشی زندگی خواد کردن انشالله. ای بدو، ایام بدو، تشکر یکتون. اینا رو هم به مادر کلانت گرفتی؟ نه خیر به خاله اشیا گرفتم. ای چونو از مادر کلانم کدام رسیات دوست داره. کاش که او مادر کلانم می بود. مادر کلان پدری خونه، اما مادر کلان مادری گفته میتونی. به خاطر که او تو را مثل نواسه خود دوست داره. اما تو با مادر کلان تام گل بچین دختره. باز او قهر خواد شد. وقت خبر شوه که چنار مادر کلان اصلیش از چقدر خوش خواد شد. زیاد دعا میکنم انشالله که این دوریتان خلاص شوه. انشالله. الان دیگه زینب جان بالای خود فشار نیار، یک دو لقمه بخو. از دیروز سالی چیز نخوردی تو خونه میشه خواهر جان. اگه ای قسم دامه بتی ضعف خود کدی. ایچ اشتها ندارم خواهر جان. این عملت که بس نبود که آل مرا گناهکارم فکر میکنن. پدرم کلگا پسر ممن دازم. میفهمم حالا شاید اوضاع خوب نباشه، اما پشت هر تاریکی یک روشنی است خواهر جان. یک آینده خوب منتظرت است خواهر جان. بی تو تنها نیستی. من امرایت هستم. امرایت وعده میکنم. زینب به خاطر تو من حاضر هستم جانمون بتام. گذشته تلخ خود آدم هیچ وقت فراموش کرده نمیتونه اسما جان. اگه میفهمیدم که این قسم میشه بعد از نکاح فرار میکردم. من بسیار آرزوها داشتم. یک آشیانی راحت، اولاده بسیار مقبول و با هدف. اما تمام رویاهایم از پی رفت. خواهر جان اجازه ندی که این انسان زندگی تا تباه بسازه. دوباره عروسی کرده با یک انسان شریف زندگی تا بساز. گفتنی گه بر تو بسیار آسان است. چه تو آسان؟ به مورد عمر بیدر میگم انسان بسیار خوب است. از نگاهش معلوم میشه که بسیار دوست داره. زینب جان تو اشتباه فکر کردی. ما فقط با هم کار هستیم. چیز؟ معذرت میخوایم خواهر جان، نفهمیدم. هر دیتان قدر انسانای خوب هستیم که ما فکر کردم با هم عروسی کردین. به هر صورت ما به دفتر میرم. باید هر چی زودتر بالای اوراق طلاقت امضا کنی زینب جان. دوارم باید باز کنیم. درست خواهر، خوب میشه. بسیار وقت میشه که ندیدیمت. کجاستی خواهر جان؟ کجا باشم دیگه خواهر جان؟ به خریداری رفتم، به اولادم یگان چیز گرفتم. کارو بار است دیگه، حالیم خانه رفته، باید غذا آماده کنم. نمی فهمم که به کدام روی نوزم از خانه خود میبرایم. ای خوب باید دکان خود بسته کنه. اگه اولاد من قسم یک کار انجام میداد و خدا شاید خود در زمین دفن میکدم. اگه دختر کدام اشتباهی نمیداشت پس چرا شواری داشت با اولور قدر لد کرد؟ مامورت موافق هستم. بله جانم، اگه کدام مشکلی نمی بود بازی قدر موضوع را کلان نمی ساختن. مطمئنن که او دختر گناه کاره. اولا راست میگی، پدرش باید متوجه باشه. چه
دهکده پدر، امروی زینب گب زدی، چه وقت به خانه برمیگرده؟ گب زدم اما قانی ساخته نتونستم، بسیار زید کده، میخوای از طلاق بگیره. بیبی بیازو به خاطر بیعقلیای دخترت پیش تمام مردم شرمنده شدیم. هر کار میکنی بکن، این کار خلاص کن. اگر بسیار بد خواهد، از مویش گرفته بیارش. حتی من نمیفهمم که کجاست، از کجا پیدایش کنم. خدا میفهمه او وکیل را کجا پود کده. میخواهید تمام شهر دروازه به دروازه گشته او را با پالم. گوش کن پدر، من دیگه شنم نمیفهمم. اگر لازم باشه برو همراهی وکیل گپ بزن، آدرسش بگه و او را اینجا بیار. مرا هیچ غرض نیست، زن و شوهر موضوع رو بین خود حل کنین. نام او وکیل عمر یلماز است، برو همراهش گپ بزن. اگر اورده تا نیستش بیارش، برو بخیر. درست است پدر، باز خواهد دیدی. چی کنم؟ قبل از اینکه چنار چیز بگویه باید خودم بتر گد بگویم، اما ای بار از دست آسیا مادر نجات پیدا کده نمیتونیم. یک بار برش زنگ میزنم. بله زحل. بیشتر باور خطایی موبایل قطع کدم. درباره موضوع چنار باید گپ بزنیم. او خدای ما، پس کلا خواسته هاش پول بوده. کاش که کم زودتری کارا میکردیم ترگوت. بله جانم، با خدا من فکر نمیکردم به یک آسانی قانه شوه. راستش مام تعجب کردم، به من نگفت که قبول میکنم، اما اگه قبول نمیکرد تا حال آماده پولا رو در روی میز. خوب شد که قانه شد، این کار به نفع همگی ما خواهد بود. درست است، درست است، راست میگی، از این بلام نجات پیدا کردیم. اما زحل بیبی، گوش کنی مادرم از این موضوع خبر نشه. اگه بفهمه که زندگی چنارا برش بخشیدیم بسیار قهر میشه. تشویش نکو، زندگیم همه چیز رو برا است. ان درست است عزیزم، شب باز گپ میزنیم. چی شده عروس؟ نیک باز از ما چیز رپت میکنی چطور؟ مادر جان، شما چه قسم گپ میزنین؟ از سقف را لاچی رپت کنم؟ کوشش نکو که مرا بازی بتی. ما بسیار خوب میفهمم که تو حالا درباره چی فکر میکنی. ای تو نبودی که به ترگود گفتی به چنار پول بته ها؟ چی مادر؟ و حالی هم میخواستی کل چیزه در موبایل برش بگوی. یه روز میخواستی بگوی چنار پولا را آورده در روی مازد ها؟ چی میگین مادر جان؟ ما فقط خواستم از دهن ترگود گپ بگیرم که چنار کجاست. ما خو نمیفهمیم که او فعلا کجا رفته. فکر کدم به ترگود شاید چیز گفته باشه. تشویش نکو، زبان اومار فعلا بسته شده، دیگه هیچ کس زهرالود ساخته نمیتونه عروس. یعنی از بین رفته؟ بقا عمر، چطور که دفتر آمدی؟ خوش آمدی پک. ما خواهم اینجا بودم عمر جان. کسی که با دفتر نو آمده تو هستی. کسی که توی آسمار اینجا ببینه خوش چانس است بلا. با دوای طلاق یک دختر مصروف هستم. قضیه کم جنجالی است. باید همراه خانواده و شوهرش گپ بزنم. یعنی بازم کوشش میکنین که مانی طلاق کسی شوی؟ نه خیر، راستش قسم نیست. شوهرش در شب اولو را به حد مرگ لطه کوب کده. مام کوشش کده مور از شوهرش نجات بتم. متاسفانه خانوادهشم حمایتش نمیست. درست است، اما با مو چی؟ شما وکیل هستین جانم، فقط باید کار خود انجام بدین. چرا مثل پلیس های قدر قضیه را بررسی میکنین؟ درباره دختری که گپ میزنم تمام آرزوهایش برباد شده. یک دختر معصوم است. فکر کنم فامانده نتانست. درست است جانم، من مداخله نمیکنم. همیال آدرس خانم ما برام بگو وکیل، ما باید همراهش گپ بزنم. فعلا این کار امکان نداره. او را فقط در روز طلاق در محکمه خواد دیدی. این کار که تو میکنی جرم است. او خانمم است، نمیتونی از من پوتش کنی. حق و حقوق از تو یاد نمیگیرم. وقت لطش میکدی عقلت در سرت نبود؟ وقت میخواستی از وین ببریش خانمت نبود؟ حالا باید اتامد که خانمت هست؟ قسمه که گفتم خانم زینب فقط در روز دوا دیدم میتونی بس. تو احمق، تو با کدام رو اینجا آمدی انسان به شرف؟ هیچ شرم نداری آمدی گپ میزنی؟ خوش باش که تر زندانی نساختم. از اینجا گم شو، اگر پلیس هم میخوایم. شما را از این کارتان پشیمان میسازم. باز خواد دیدین، پشیمان خواد شدین، پشیمان.
ای بهتر بیا نوزم گپ میزنه خدا گم کن سارو بیوشتون. اینا چه قسم مردم هستن؟ خیر باشه، شما نمیفهمین که با کی خدا زدی. اما صبر کنین، آره که برم نمیگین که او کجاست، ما خودم حتما او را پیدا خواهد کنم. چقدر بی‌تربیه بود، هیچ نمیشه من ازم گفت زدم میره. اما جوابش خوب دادی، راحت باشین، دیگه جرات آمدن به اینجا را نمیکنم. آفرین، دوباره براتون مشکل جور کنین دوستا. فقط به دفتر ما حمله نشده بود که وام شد. خوب دیگه، ما به خاطر بردن اوراق طلاق اینجا آمدیم. هر چه زودتر زینب باید اوراق امضا کنه تا مراحل قانونی را شروع کنیم. فکر خوبه کردین. بفرمایین. بسیار زیاد تشکر، من رفتم. راستی وقت اوراق امضا شد برام خبر بده. ما با گرفتنش میایم. بالاخره محفلتان خلاص شد و تشریف آوردید. بفرمایید خانم، برادرم فرش سرخ آوار کردیم. سلام مادر. سلام جانم، شکمتان تیر شد؟ البته در این مورد کسی فکر نمیکنه که در ایمان بیچاره چی میخوره چی مینوشه. انسان یک بار میپرسه که مادر جان تو امر ما میری، اما او قسم عروس کی پیدا میشه؟ فقط در مورد عایشه خاله و خواهر خود فکر میکنی. در این پاکت چی است؟ حداقل امرای خود خدا می آوردی. به خاطر که اسما میره خواستم همراه خواهرم تنها باشیم، از این خاطر تو را نخواستم. برج من میگم یک روز کل ما با هم میریم. حالا یک دانیم مستقیم به همون برو. فقط که روی بچه ما دیدم میتونم آنری مانه بد تالی بچه ام. در این مورد فکر نمیکنه آروس خوبان. از قدیم گفتن که پدر مادر خوشبختی اولادهای خود آرزو میکنن، اما اولاد مرگ پدر مادر. ای روزگار. شما را لا نمیکنم، هرگز از شما منصرف نمیشم. در از ما دل مادرت جمع ساختی بچیم. قصد خون راسم ما گرفتی اما تو نیست، یعنی سر او ما را قد کدی. میفهمیدم میفهمیدم که هرگز مادرت جگر خون نمی سازی یک دانی. خب این کار برات آسان بود؟ وقت او را از بین می بردی وجدانت اصلا مانعت نشد، همه تو نیست؟ با چشمایش سیل کده و ما را از بین بردی، هیچ برش دل نسوختاندی. بعد از این در زندگی ما چنار وجود نداره، دل جمع باشه دیگه هرگز چهره چناره نخواد دیدی مادر. پس او برات بسیار عذر کرد. او برات عذر کرد که جان من نگی همه تر از بچیم. این موضوع را دیگه بسته میکنیم مادر، لازم نیست قدر درازش بسازیم. حق با توست، این موضوع را بسته میکنیم.
بیازو چنار تا حال حتما به جهنم رسیده. انشالله دیگه از اونجا بیرون نخواد شد بچیم. همه طور است. سر از فردا به یک سفر کاری میرم. چند روز اینجا نمی باشم. بسیار خوب میشه. یعنی برات یک تفریح خواد شد. از ما چی میخواین؟ ما کجا هستم؟ اینجا کجاست؟ جواب بده، چرا مرا اینجا آورده؟ مرا اعلام کنه. مرا اعلام کنه. کسی نیست؟ جواب بده. مادر جان خیریت باشه. ترکوت خوابی تروس؟ بله، اما شما کجا میرین؟ میرم کاری را که بچه درسوی من انجام داده نتانست انجام به تو مروس. فهمیدم. اینجا و اینجا را باید امضا کنی. همه قدرت انشالله که از وادم نجات پیدا میکنم. با یه اوراق دوای طلاقتان از من شروع میشه و قاضی مطمئنن به نفع تو فیصله خواد کرد. هرچی زودتر طلاق میگیرین. هیچ چرتو تا خراب نکو خواهرکم. خدا من از شما راضی باشه. اگه شما نمیبودین هرگز از وادم نجات پیدا نمیکنم. دروازه را باز کن. من میفهمم که داخل هستی. زینب کاری نکن که دروازه را بشکنن. باز کن. زینب دروازه را باز کن. میفهم که اینجا هستی. باز کن. مادرم کجا باشه؟ یا که هنوزم همراه کاکایم است. هنوزم زنگ نزده. چند بار برش گفتم که برام خبر بدی. مادرم پشک من بوشویم. پشکه کسی نمیشه. یک دانیم اونا خود خودشان پاک میکنن. شماره ای که شما دایی نمودایت فعلا خاموش می باشد. توبه توبه. یعنی هنوزم پیش کاکایم باشه. مادر با کی زنگ می زنیم؟ به خاله هاشیه دختر. حالا دیگه همراه پیشکت بازی که حتما پشت دق شده. بلی عدیه خواهر. مادرم خانم نه خیر دخترم، هنوز نامده. من با تشبیه شدم اما شاید که بیایه دیگه. موبایلش جواب نمیده. با تشویش شده. تشویش نکن، وقت آمد برات زنگ میزنم. کسی صدای من مشنوه؟ او کجاست؟ برای ما چی مشکل دارین؟ لطفاً بارین که ما برم. مرا چرا اینجا آوردید؟ شما کی هستین؟ از ما چی میخواین؟ شما کی هستین؟ چرا برام جواب نمیدین؟ مادر برات اختار داده بودم چنار. برات گفته بودم از نواسایم دور باش. برات گفته بودم از منطقه ما و خانه ما دور برو.
گفته بودم که به همیشه خدا گم کو چنار. اما تو گوش نکدی، تو همینجا بودی چنار. میخواین که جان مرا بگیرین؟ از مرا یک وقت مرا دخترم و هر روزم میگفتین میخواین جان مادر نوازهایتان را بگیرین ها؟ میگیرم. قسمه که تو سر راسمم رحم نکدی مام، همو قسم سرت رحم نکده جانتا میگیرم چنار. ما با جز از خداوند دیگه از هیچ کسی نمیترسم. ما جان راسمه نگرفتیم، خدا من شاید است. او میفهمه که ما بیگناه است. دروغ نگو، نام خداوند به زبانت نیار. درست است مادر، مرا بکش. همیاله همین لحظه جانم بگی. اما بسیار دیر کردین مادر، 20 سال دیر کردین. ما برتان دلیلش بگویم، چون ما 20 سال پیش وقت مرده بودم. وقتی که مرا قاتل همسرم گفته، همو وقت مردم که از اولادم جدا شده بودم. کاش که همو وقت زیر خاک دفن می شدی چنار. کاش که بجای راسمم تو زیر خاک می رفتی احمق. کاش که به خاطر راسم. باور کنین بدون پلک زدن جانم فدا می دهم. آرام باش، ما دیدم که بچه من تو چقدر دوست داشتی. همه تا عشق و مهربانی تام دیدم چنار. همسرم گفته، نور چشمم گفته تو جانش گرفتی. با زنه که دخترم میگفتم، همو قلبم داغدار ساخت. ما بیگناستم مادر، چی باور کنین چی نکنین ما بیگناستم. ایره بردان با اثبات میرسانم. گفتم چه باش، سرت پایین کن. تو خود سر بچه‌م رحم نکدی، همه تو مام سرت رحم نمیکنم. طرف ما اقسم نبین. ما کار نکدم که سر ما خم کنم. از این خاطر باید معاشره طرف چشمایم سل کده فشار بده. هر چیزی که میکنین بکنین، سر ما خم نمیکنم مادر. مرا مادر نگو. از این بابر تنها عجلت خواد بودم فامیدی. برات بس نکد نه؟ برات بس نکد که جان بچه ما گرفتی؟ حالا هم میخوایی زهرت از سر نواسایم به پاشانی ها؟ به نظر خودت گریه کده میخواستی دل اونا رو به دست بیاری؟ تو اگه چنار باشی، باز ما هم آسیه مادر هستم فامیدی؟ من اجازه نمیتم که نواسای ما از بین ببری چنار. هست مادر، پس منتظر چی هستی؟ اگه فایر نکنین باز از اولادم هیچ وقت منصرف نمیشم. حالا مادر، ما گپای خدا گفتم، همیاله همی لازم مرا بکش، چون تا وقتی که نفس میکشم از اولادم هیچ وقت منصرف نمیشم. اگه بخواین دستبردار شوم، اگه میخواین منصرف شوم، باز فشار بدین. اگه نباز مانی شدنم میتونین، حالا دیگه فایر کنین. گفتم چپ باش، چپ. آرام نمی باشم، هیچ وقت منصرف نمیشم فامیدین. از اولادم دزوردار نیستم. باید منصرف شوی چنار. او هم قسم منصرف میشی که بار دیگه هیچ وقت روی نواسای من نبینی. ای گپ فراموش نکو چنار. تو ده اینجا تنها تنها با موبایل چی میکنی ها؟ چیزی نیم مادر، فقط زنگ زدم. پس خوب است، اما گوش نستم. حالا نانا مادکو. درست است، تیار میکنم. پایر کردن بسیار آسان است،
اما بعدن چی؟ بعدن چی خود کدین؟ وقت طرف اولادم ببینین باز وجدانتان آرام خود بود؟ برو چطنو از ما خونه می فامه. اما سهر مادرم کجاست نخود پرسید؟ برای چی خود گفتین؟ وقت عشق به چشمش جاری شوه باز چه قسم آرامش خود کدین؟ هیچ کدام گناه پت نمیمونه، حتما یک روز برملا میشه. باز او وقت شما چی خود کدین مادر؟ من شما را میشناسم، من میفهمم که شما بیوجدان نیستین. پس مرا میشناسی ها؟ تو خو هنوز آسیه را نمیشناسی؟ تو هنوز او آسیه را ندیدی که با درد و رنج دست و پنجه نرم میکنه. حالا به گپم خوب گوش کن، بانشان که بفهمن، بانشان که ازم حساب بپرسن. به کی باور خواد کدن ها؟ به زنه که جان پدرشان گرفته و یا هم به کسی که قدر سالا ازشان مواظبت کده، ازشان مراقبت کده؟ چنان سر سهرام زیاد باور نداشته باش، فکر او را مخشوش کدی، اما وقتی که کل گپاره بفامه باز مزرد خود خواست آمده برم خواد گفت که من اشتباه کردم مادر کلان. نه خیر، سهر میفامه که من بیگونه هستم، از این خاطر به شما باور نخواد کرد. بالاخره باور خواد کرد چنار، تو امیره میفامی. مام زیاد برات حوصله کدم چنار، دیگه صبر مام لبریز شده فامیدی. چرا خودت پیش رویشان آمده نگفتی که من مادرتان هستم ها؟ تنا سهر ضعیف فکر کردی، تنا سر او زورت رسید چنار. اما چطنا از ما چطو میشم؟ اونا مثل سهر لوده نیستن، اونا کسی که جان پدرشانه گرفتره با آغوش خود هیچ وقت نخواد گرفتن. گپ مفهمیدی؟ تو تنا راسم مرا نکشتی چنار، زندگی اولادای خودم تباه کردی و از بین بردی. اگه تو را همیال اینجا بکشم باز یک قطر عشق اولادایتام نخواد ریخت. مادر اونا خو وقت مرده بود، کسی که یک بار بمره بار دیگه نمیمره چنار. آسیا مادر کجا میرین؟ مرا اینجا نگاه کردن نمیتونین، یا مرا بکشن یا هم بارین که من از اینجا برم. تاجیکستان به پیش همیشه به پیش، وطنی جان به پیش همیشه به پیش، ملکی جانان به پیش همیشه به پیش. خانم امروی او زن چی کنیم؟ هر دقیقه متوجهش باش، وقت تصمیم گرفتم همراهش چی کنم باز برات میگم. اطاعت میشه. خدا را شکر راه کرد. موبایلم اینجا بوده. تو با موبایل جواب نمیده، نگنوزم امروی کاکایم گپ میزنم. خدای خودت مادر من حفظ کن. خدا کنه کل چیز خوب باشه،
دلم میشه با کوکایم سنگ بزنم. دختر تو هنوزم در موبایل مصروف هستی؟ درو اونجا گریه داره نمیشنوی؟ آه آه یام خود مادر میگه چی وقت خواد فامید؟ ناینا حالتی دروازه را باز کن، گفتم دروازه را باز کن، زود باش. شش آرام باش، صدای تنفسش. بلا خامد نجمی، نجمی پشت دروازه آمده. نه میفهمم. بله امرای من، اما بسیار ترسیده. لطفا زودتر خدا برسانین. درست است، منتظر هستم. زینب دروازه را باز کن، اخنه مجده میکنم. امرای من بیا. آره برات میفهمونم. حالا من چی خواد کردم؟ منو داخل میاد. آرام باش زینب جان، طرف مسئله کو نه تر درست است؟ ما برش اجازه نمیتم، تو راحت باش. زینب بدون تو از اینجا هیچ جایی نمیرم، خوب میفهم که داخل هستی. ما میرم کتش گپ میزنم، تو نترس فهمیدی؟ نمیشه، نخیل نخیل، نرو خواهد. نترس، امرو من غرز نخواد گرفت، درست است؟ تو اینجا منتظر باش، آرام باش. زینب بدون تو از اینجا هیچ جایی نمیرم، میفهم که داخل هستی. زینب الان بیرون شد. چند دفعه برگفتم زینب اینجا نیست؟ من دروغ نگو، خوب میفهم که اینجا. گفتم زینب اینجا نیست، گم شد اینجا. یادتون نگو دختر. اگر بگویم مرا میذاری ها؟ اوف زینب، اجازه برات نمیدم قاقچیلی که در اتاق بری. گوش کشی بگم دختر، او به خاطر شما این کارا را میکنم. آسرو برات گفتم از اینجا گم شو. زینب اونجا نیست؟ تو اینجا بودی ها؟ بیا بیرون بیا. اگه با مرو با من رید نمیرو ایرم کو. گوش کشی بگم تو را از بین میبرم دختر، بیا که بره. تو گفتم ایرم کو نمیرم امرید کفه نمیفهمی. بیا دگه گوش کن ایرم کو. گفتم از اینجا گم شو. گفتم از اینجا رنگ تگم کن، اگری از بین میبرم از بهش نیا قسم میخورم از بین میبرم از مفتم نمیرم. چرا میخوایی برمزون بداری؟ کمک سر سوار تو زینب، اگر نیتونم من میبرم. چون باش بخیص 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 که بره بخیص. ترگوت خیرت باشه، کجا میری؟ یک کار مهم دارم تا قبل از رفتنم باید انجامش بدم، به شرکت میرم. پس چی وقت خانه میایی؟ نمیفهم، همین که کارم خلاص شد خانه میایم. بیا از اون موضوع شنا رو حل کردیم، حالا کسی سرگردان نخواد شد. اگه مادرم در مورد من از چیزی پرسید بگو نمیفهم. بگو ترگوت برام چیزی نگفته، متوجه باش که از این کار نباید خبر شوم. درست است ترگوت جان، تشویش نکو. راستی ترگوت، حالا که به انقره میری یک چند روزم اونجا باش، شاید کم فکر دیگه شوه. ما و آسیا مادر متوجه خانه می باشیم. درست است، ببینیم چی میشه. درست است مادر، مرا بکش، همیاله همی لحظه جانم بگی. اما بسیار دیر کده، بیس سال دیر کده. ما بر تو دلیلش بگویم، چون ما 20 سال پیش مرده بودم. وقتی مرا قاتل راستم گفته، وقتی از اولادم جدا شده بودم مردم. پس حالا دیگه فکر کن، اگه فکر نکنین باز از اولادم منصرف نمیشه. پس حالا ما شرف شرک، اما بعد از چی؟ بعد از چی خود کده؟ وقتی طرف اولادم ببینین وجدانتان آرام خود بود؟ برو چطنو از ما خونم میفهمم، اما سهر مادر کجاست نخود گفت؟
باز برس چی خود گفتید؟ وقت عشقه چشماش زوری شوا باز چی خود گفتید مادر؟ آرام بودنه میتونه بازم میخوای خود در جنجال بندازی ها؟ لطفا بر تو زور میکنم مرحلا کو فقط میخوایم به اولادم برسم نکدیم خداوند شاید است که ما به کس ضرر نرساندیم لطفاً مرا الاکو که برم اینکه چی میکنی مربوط ما نمیشه اما اگه کوشش کنی که فرار کنی باز خودت میفهمی که چی میکنم چشمم از دور نیست از او خاطر آرام باش تو باش میگو شمارد میگو شمارد احمق دانه تبسک کن زینب آمو ملت کن برو از اینجا مارا راحت بر اگر پولیس خبر میکن تو را قرز نیست دختر تو را قرز نیست تو باش اگر تو را از بین میبرم تو باش تو را به ما و زینب قرز نیست ما و از این خودمو میسیم گفتم از اینجا گم شدم احمق بجازه کمروش بشینی گپ بزنی این علت رو گم میکنی تو چه قسم وجدان داری انسان بی شرف یا قش از گلت بخوره فامیدی نباید خانشا برای خود اینا میکد و فرار میکد فامیده شد اگه فرار نمیکدم چی میکدم یه عزی بیشتر قهر نساز اگه نمیکشو بسن بیبو جان زورت به خانما میرسه بیاد تو باری آدم های بیغیرت همی کار میزیبه اگه جرد داری بیام رای مگه بزن بیا خلاص شد زینب جان لطفا گریه نکن امیاله باید به شفاخانه بریم پس اون اجمی دیوانه چطور شد؟ شما تشویش نکنین خانم اسما ما وقت به پلیس خبر دادیم الله زینب بیا امروی من بیا جان خواهر آمدم بیا آسیه مادر خوش آمدی به خاطر تلویزیون خانه یکان چیز می دختم از نمویه که خوش داری برد دختم خوب است همیش؟ خیرت باشه باز کدام گپه شده؟ مادر جان خوش آمدین زیاد به تشویشتان شده بودم چطور شد با چنار گپ زدین؟ چی گفت کدام مشکل خواه پیش نمیه؟ مادر جان شما خوب هستین؟ بس از دگه بس هست حال تو از من حساب میپرسی؟ خواهش میکنم مادر جان با کدام جرات ازتان حساب گرفته میتونم؟ ما فقط میخواستم بفهمم که کدام مشکل نباشه یعنی حالا تو رو گده خانه نیست باز براحتی ده این مورد گپ زده میتونیم نمیخوایم ما با اتاقم میرم کم استراحت میکنم با تغییر کردن عروس اشتباه میکنی خانم آسیا هر قدر که میخوایی کوشش کو از ما پت کنی بیازو هر قسمه که باشه ما حتما خبر میشم خدایه لطفا همراهیم کمک کن خدایه هزار بار شکر ای تیاتکو خیریت باشه چی میکنی خانم فکر کنم که تنها تو وشار هستی لطفا بان که برو قسم میخورم با پلیس زنگ نمیزنم فقط خواستم رسیدن به اولادای من اجازه بده که برو تو را که اجازه بدم خودم در جنجال میفتم در جایی که هستی قرار بشی ما هم راحت میباشم
خانم زنگ زده. شاید هم آورد تو تصمیم خود گرفته. آخرین دعایت کو، چون زیاد وقت نداری. لطفاً مرا از بین نبر. بانی یک بار با بار آخر اولادای خود ببینم. بفرماین خانم. حال گوشایت خوب باز کو و گوش کو فرد. امرتان بجای میشه. ایره با آسیا مادر میبری؟ آها، امروز آسیا مادر زیاد خسته شده بودی انگا جان، بخاطره که فکرش آرام شوه برش چای تیار کردیم. اگه نه فشارشان بالا خاطر به مبته خودم میبرم. براتون زحمت نشه. زحمت چی جانم، فقط دستم مشکنه. دزم تو یگان چیز میدوختی نه، حالا زود برو او رو خلاص کن. آها، خوشتان آمده نه؟ امیال خلاصش میکنم. اتازه در بطانم در سر تلویزیون رو پرتم ها؟ بله بله فیدان، راستی ما میره زیاد میخوایم. حالا زود برو و او رو خلاص کن. اینه برقاره. همه قبس از کامرایش خوب رویه کدم. میخوایم سر اومار بریده شود. از ای به بعد در زندگی ما به نام چنار کسی نخواد بود. گپ ما خوب فهمیدی نه؟ ما شیره که ترگود سرش کش کده نتانسته آسیه ما در کش میکنه. به خدا عزیزن باید بترسیم. اوف، با پیامم جواب نداد. اقا وقت شد اما هنوزم خبری نیست. مادر کجاست نی؟ یک دفعه با کاکایم زنگ میزنم. بله کاکا. خانم زهر ماموش بارستم سکرتر آقا ترگول، اونا فیلن در جلس هستن. اگه کدام پایامی داشتین بریم بگین و بشان میرسنم. امرای خانم آیشه مصروف هستن. نه خیر، امرای آقا اثبت هستن. ما باید هرچی زودتر امرایش گپ بزنم. لطفا برش بگو تا جلسه خدا به تعویق بندازه. معذرت میخوام، مایوت شده نمیتونه چون به خاطر مزاحم نشدن موبایل خدا به من دادم. لطفا بعدا دوباره با تماس شوی. خب درست است. بله عادی خواهر، مادرم پیش توست. خبرش زنگ میزنم اما جواب نمیده. دختر من با تشویش شستم. مادرت کجا باشه؟ میشه که یک دفعه با کاکایت زنگ بزنی؟ زنگ زدم اما در جلسه بود، همراهش گپ زدن نتونستم. توبه بس. مادرت کجاست دخترم؟ نمیفهمم باز کدام نیم کاسه زیر کاسه است. خدا کنه سرش کدام بلایی نامده باشه. بهترم ایست که خودم به شرکت کاکایم برم و گپ بزنم. درسته، مرام در جریان بانی. همین که خبر شدی مرام خبر کن. درسته، شاید هم در آب باشه. همین که آمد برش بگو که برم زنگ بزنم. درست از دخترم میگم برش. ایخ قسم خواهی چی وقت نمیکد. اگه کار میداشت باز خبرم میکد. خدایا امیدوارستم که سرش کدم بلایی نامده باشه. خدای در روزای بدیم در سخت‌ترین حالاتیم به تو پناه بردم. خدایا با امیدی که یک روز از این قفس آهنی برآمده با اولادای میرسم زندگی کدم. شاید بعد از چند دقیقه با همیش و همیش از اولادایم از نواسه مقبولیم خدافیزی کنم و از اینجا برم. ای که در قسمت ما چی از با جز از تو کسی نمیفهمه. حتی در این وضعیتم امید خدا از دست نمیدم. چون ایره میفهمم که اگه وقت ما پورا نشده باشه باز برم کمک میکنین که از شهر آسیه مادر خلاص شو. ارجمند تو منتظر ما نباش، برنامه تغییر کرد. ما واقع اسمت امشب به انقره پرواز داریم تا میدان هوایی راننده ما را میرسان. تو هم برای چند روز رخصت هستی. درست است ترگوت پدر،
ترگوت پدر، هر قسمی که شما بخواین. وضعیت خانم اسما چطور؟ اما این خانم اسما خلاص شد، کدام چیز خاص نبود، فقط دست راستشان زر بدید آقا، شفا باشه. اوه خدا را شکر. خانم اسما شما خوب هستین؟ ما خوب هستم، شما بگوین که زینب چطور است؟ خانم زینب متاسفانه زخمای عمیق برداشتن، به خاطر جلوگیری از اینکه خونریزی داخلی نداشته باشن امشب اینجا بستر می باش. یک انسان امروی دشمن خود تو کنه نمی تانه، بازوشت امروی خانم خود این کار می کنه. او دختره چه قسم لب کرد؟ یک دفعه از جنجال خلاص شم، باز ببین که چه قسم عقش برش می تام. او قاقچیلی را از بین خود بردم. شما تشویش نکن، چند لحظه پیش به من خبر دادن پلیس او را دستگیر کنن. بسیار خوب، از این به بعد نه به زینب و نه به کس دیگه ضرر خود رسان. خدا تو را مرگ بده قاقچیلی. خوش آمدین خانم سهر. آقا ترگوت، وقتی که ایل امزا کردیم باز با تیم خود یک جا تجلیل میکنیم، شما حتما اشتراک کات کردین اما تو نیست آقا. شاید اشتراک کرده بتونم، خدا کنه کدام مشکل پیش نیاید. بیا از امام نمیخوایم قضود پس بارم. چی قسم مشکل پیش آمده میتونم؟ به نظر ما در تفاهم ما کدام مشکل دیده نمیشه. فکر کنم در دل شما کدام گپی هست که پریشان است. نه خیر نه خیر، در مورد کاروبار نیست، موضوع خانوادگیست، یگان کاراست که باید انجامش بتوم. خدا کنه کل کارا قسمی که فکر کرده بودم پیش بره. نمیخوایم با کدام مشکل دیگر روبرو شوم. اوه زندگی، در این وقت شب اینجا چی کار داری؟ با ما بی بی، یا که پشت شوهرت زیاد دق شده بودی به خاطر ما آمدی؟ کاکایم کجاست؟ اقلال را به خاطر پرسیدن از کاکایت آمدی؟ چند از پیش در جلسه بودن، به نظرم به انقره می رفتن، یعنی کدام کار داشتن؟ پس حرکت کردن؟ نمی فهمم، چند دقیقه پیش خود اتاق قسمت بودن. راستی خیرت باشه، تو چرا ترگوت پدرم می خواهی ببینی؟ کدام چیز شده؟ پس تو کل روز همراه او بودی؟ البته دیگه زندگیم، یعنی شوهر تو در این شرکت با ایس راننده کاکایت ایفای وظیفه میکنه، فهمیدی؟ تو این گپ بان چرا میپولیش؟ تو میخوایی چی را بفهمی؟ خالای شب بعد از چشم میخواست همراه کاکایم ببینه. بسیار دیر شده اما هنوزم ازش خبری نیست. خدا کنه کدام بلای سرشان نامده باشه. با هم ملاقات کردن، یعنی از کاکایت بسیار زیاد پول گرفت سحر جان، بعدن رفت. زندگیم تو هیچ تشویش نکو، فهمیدی؟ یعنی شاید او خوب باشه. تو چی میگی ها؟ چه تو یعنی؟ شاید اشتباه دیده باشی. خالای شب چرا پول بگیره؟ ما چی بفهمم عشقم، حتما کدام گپه است. اگر کاکایت قبوله برش نمیدار چتیات نگو. خالایشه از کاکایم چرا پول بگیره؟ اگر موضوع پولم باشه باز خالایشه هیچ وقت قبول نمیکنه. ما در این باره مطمئن است. عشقم میگم که با دو چشم گناهکار خود دیدم اقدر پول زیاد بود که هیچ نپرس. به نظرم او زنه از یاد ببر، از این بعد با هیچ کدامتان گپ نخواد زد. شاید بخوای به تنهایی از او پول لذت ببره. تو دیگه او روان به یک خانه بریم. بیا دیگه، من میخوایم امروی کاکایم گپ بزنم، باید اصل گپ بفهمم. بی بی سهر، کاکایت وقت رفته، بیا. کاکا برات گفتم نه که وقت رفته نشخم، اما با گفتم نکدی، حالا بیا دگه. بذار میکنم میلایم که که از اینجا برام، قسم میخورم پیش پلیس نمیرم. بی بی شاید تو هم پدر و مادر اولاد داشته باشی، به خاطر اونا بان که برام. گناه ما بگردنت نگی. قسم باید نان بخوری،
هرگز کوشش نکنی کدام کار کنی، اگر نه باز منتظر خانم آسیا نمی باشم و از بین میبرمت. باید چه من حقیقت بوده نمیتونم، او پولا را گرفته رفته نمیتونم و تو کسی نیستی که بخاطر اولادت پولا گرفته از اینجا بیری. کجاستی مادر؟ بیا تا حقیقت معلوم شود. کم هستی و نشو کاکایم هم دیده نتانستم. حالا سهر، حالا دخترم جواب بده. صبح کی زنگ زده باشد؟ کی بودم اتانم؟ سهر! حالا دختر موبایل تا جواب بده. ببینه زنگ خواد زد. چی کردی؟ کار خلاص کردی؟ درست است، ما باز برات زنگ میزنم. مادر جان چطور هستین؟ شب گذشته بسیار قهر بودین، حالا چطور هستین مادر جان؟ دو وقت شب کجا رفته بودین؟ نه که به دیدن چنار رفته بودین؟ مادر جان لطفاً یک چیز بگوین، من بسیار به تشویشتان بودم. من بیرون کار دارم، زیاد وقت من نگی. مادر جان برتان یک گپ میگفتم. من اتو فکر میکنم که در نبود ترگوت کدام کار انجام میتین. میشه برش بگوییم که چنار اوقدر پول قبول نکده؟ تو یک گپ میفهم یه روز؟ در قریه مرغی که بی جا صدا میزنه بازو کشته میشه. تو از چنارم عبرت نگرفتی؟ ترگود نباید از چیز خبر شود. بار دیگه در کار ما غرض نگیری. بیدان براننده بگو که موتر آماده کنه. خدا کنه تو او چنار یک جای زیر خاک شوین انشالله. بازو وقت من خواد دیدم. آی مادرم زنگ زده، خدا را شکر. حالا مادر جان، حالا جواب بده لطفا، لطفا جواب بده که راحت جواب جواب بده. سهر زنگ زده. مادر جان به
هستم جان مادر. مادر من اینجا هستم سحر جان. دلت دیگه آرام نمیگیره چی تو؟ ناق اعصابم خراب ساختی. باش که ایره خودم بخورم. خدایا من چی خواد کردم؟ تو برام کمک کن. کجا هستی مادر جان؟ خدایا خودت از مادرم مواظبت کن. خواهر ما کجا میریم؟ چیز نگفتی برام. کمه پیش میریم دور میخوریم به قصر پویراز میریم. درست است خواهر. من کدام بلای سرش آمده؟ حالیم بسیار دیر شده، چی کنم خدای؟ درست است. ای زن زیاد قهر است، حتماً چنار است به این برده. حال هر قسمه که میشه شوه بان یک دفعه امی تشویشیم زود خلاص شوه. یک دفعه امی گپ خلاص شوه دیگه هیچ چیز نمیخوایم. اوخو مادر کلانم است، با عجله میخواید کجا برم؟ حتما باز کدام کاری میکنم. نگه همراه مادرم کدام کاری کدم. خواهر شما چیز گفتین؟ با نشانی که گفته بودین رسیدیم پایین نمیشه. نه نه منصرف شدم، موتر پیش روی تعقیب میکنی. درست است خواهر. خدا کنه که در حق مادرم کدام کار نکده باشی مادر کلان. اگر با مادر که بعد از قدر سالا به دست آوردیم کدام کار کنی، هیچ کدام ما نخواد بخشیدیم. خدا کنه که من اشتباه کرده باشم. خدا کنه کل فکرایم اشتباه باشم مادر کلان. متوجه باشید، نشه از چشم ما دور شود. این موضوع بسیار مهم است. درست است خواهر، تشویش نکن. حالا خسته نساز، از اینجا فرار کرده نمیتونی. اگر خواسته باشم چیزی کرده نمیتونی، فهمیدی؟ دفعه با اینه عقب سل میکنی؟ چرا فکرت گرفته رانندگی نمیکنی؟ یا که رانندگی را نویاد گرفتی؟ ما فکر میکنم که تاکسی پشت ما را گرفته. خانم آسیا ما را تعقیب کرده. خب تاکسی را چی شده؟ بجایی که پشت تا ببینی پیش روی تا ببین، نشه که نقطه کار کنی. تاکسی که در پشت ما است از وقت کارکت کده ما را تعقیب میکنه خانم. اول خوب باورم هیچ نمیشد، اما امتحان کردم و مطمئن شدم که ما را واقعا تعقیب میکنه. تو معلوم میشه که در داخل موتر کدام خانم اومد. تاجیکستان با پیش همیشه با پیش، وطنی جان با پیش همیشه با پیش، ملکی جانان با پیش همیشه با پیش. یک تاکسی از وقت کسخانه برامده ما را تعقیب میکنه خانم حسین. اول مطمئن نبودم، اما بعد از اینکه متوجه شدم فهمیدم بله ما را تعقیب میکنه. تو دیدم شد که داخلش یک خانم باشه. چی کنیم خانم حسین؟ چی میکنی دیگه؟ کار کوک ما را گم کنن. بچه‌شم خانم. آه سحر، آه دختر ساده ما. آه کجا هستن؟ چرا دیده نمیشن؟ نمیفهمم خانم، مام خبر نداشتم. چند موتر در بین آمد باز، مام اونا را گم کردم. یعنی چی که گم شدن؟ تو خو میگفتی ماهر هستی. این گپ خود درست است، اما
او موتر تیز رفتار کجا و این تاکسی کنی ما کجا؟ وقتی فهمید که تعقیبش میکنم سرعت خود زیاد کرد و فرار کرد. خانم اینجا دراهی است، از کدامش بریم؟ ما چی بفهمم؟ از طرف راست برو. درست است خانم. گم شدن خانم، دگه ما را پیدا کردن اخوتان استن مطمئن استم. مادر جان آجل به سحر زنگ بزن، یک بهانه کده او را به خانه بخوای، هوش کنی سر چیز شک نکنم، مخصوصا درباره مادرش. هیچ چیز را نباید بفهم از اول. درست است، هیچ تشویش نکنین، ما برش نمیگم که چنار پیش شما است. احمق، تو خود هیچ نمیفهمی که چی وقت چی بگویی. هر روز اونا بسیار پیش رفتن خانم، اگه خواسته باشین برگردیم، بازم شما میفهمی. اگه میخواین ادامه میتیم، اما فایده نداره. مادر؟ بله زن کاکا، حتی اگر نخواسته باشیم اونجا میاییم، ما میخواییم همراهت گپ بزنم، چند دقیقه بعد اونجا میاییم، پس برمیگردیم. درست از خانم. عمر چی میکنه؟ فقط چیغ زدم میرم، پیشتر برش نان بردم اما ناز کرد. خدا لعنتش کنه. بفرمایین، ایرم براتون آوردم. میفهمم تو اینقدر احمق نیستی که فکر کنی ما تو را بخشیدیم چنار، اما مام اینقدر احمق نیستم که دستم به خون تو آلوده بسازم. گپ ما فهمیدی؟ تو اینقدر یک زن پست هستی که دلم نمیخواد دستم با خون تو آلوده شود. تو چقدر مرخطا سگ دقا ماران بوده نمیتاند. ای چیال از چقدر عجله داره؟ سحر؟ اینجا چی از خانم کاکا؟ به خاطر که مادرم از اینجا برای کاکایم برش پول داده. شما هم خود انسان فکر میکنی؟ ما در این خانواده بزرگ نشدیم، چرا شما را شناخته ندانستم؟ وقتی که به مادرم پول پیشنهاد کردین نشرمیدین؟ سحر جان کم آرام باش، بیا بشین کم آرام شو، باز بعدن گپ میزنیم. چیز برای گفتن نمونده، فکر کردی شرافت کلگی مثل شما فروشی است؟ چطور میتونی نقدر بد باشی؟ شما هیچ وجدان نداری؟ تو خود دوستش بودی، گفتی که همراهش کمک میکنی، جواب بده نه؟ چرا چوب هستی؟ من خود جوابش برات میتم دخترم، اما نمیفهمم که تحمل شنیدنش داری یا نه. اگه میخوایی بشنوی که او مادر دوز داشتنی چی کده، باز برای تطمن میگم. امرای من واضح گب بزن. راست میگی، کاکایت با مادرت پیشنهاد پول کده، به نظرت او چی کده؟
با خوشی پولاره قبول کده و راضی شده که زندگیتان بره همیشه بره. همو چنار که اقدر بالای اولادایش استاد بود بخاطر پول تصمیم گرفت که بره همیشه بره سحر جان. مادرت رفت سحر، او شما را الاکت. چی؟ مادرم رفت. به نظر من حتی نفس گرفتن قاتل به مثل تو اسراف از فامیدی. اما بازم با وجودی که نمیخوایم زنده باشی، اما بازم برات یک راه بیرون رفت وجود داره چنار. ایتکت یگانه راه نجات تو از فامیدی. از زندگی ما رفته گم میشی چنار. تا وقتی که عجلت نرسیده باشه در یک منطقه بسیار دور با این گناه زندگی خود کردی فامیدی چنار. و ایرام خوب میفهمی که هیچ مستحق بخشش نیستی چنار. ای که کدام راه انتخاب میکنی مربوط خودت میشه فامیدی، یا که ای تکتا گرفته از اینجا رنگتا گم میکنی و میری، و یا به جهنمی که مستحق شستی روانت میکنم چنار. در هر دو صورت تو باید رنگتا از پیش روی نواسایم گم کنی. دیگه به فراموش نکو چنار. حال بگو کدام راه انتخاب میکنی چنار؟ در هر دو صورتش از بین میرم. چی ده اینجا جان بتم و چی ده اونجا جان بتم، چی فرق میکنم مادر؟ دور بودن از اولادم بیاز و خودش یک جهنم است مادر. همی کار تو هم همراه ما کردی. از روزی که بچه مازم گرفتی همه جای برم مثل قبر معلوم میشه. یا همینجا میمیری یا هم گم میشی و میری فامیدی. دیگه هیچ رای نداری چنار. نا خود خسته نساز فامیدی. ما کار را در حقت کردم که تو با ما نکردی. ما برای دو انتخاب دادم. برای چند روز وقت هم میتم چنار. تا وقتی که تصمیم خدا بگیری هم اینجا میباشی. ما از اولادای منصرف نمیشم مادر. شنیدی که چی گفتم؟ منصرف نمیشم. هر قدر که میخوای برم جزا بدی جزا بده مادر. خداوند بزرگ است، اگر تو کینه و بغض داری ما هم ایمان دارم. من نمیتونم، اما خداوند مقابلت استاد خود شد. او اجازه را برات نخواد داد. متاسف هستم سحر جان، از چناری توقع را نداشتم. خب بنو حق نگفتن که پول انسانه تغییر داده میتونه. نه خیلی حقیقت نداره، تو دروغ میگی. مادرم ما را الاکتن نمیتونه، ما را بپل فروختن نمیتونه. حتی اگر تمام دنیا را برش بدن بازم نمیره. سحر جان بی بی دخترم خواهش میکنم آرام باش. ما مثل تو فکر میکردم چنار اولادای خدا هیچ وقت الاکتن نمیره، اما ای کار کرد دیگه رفت. میگفتی که کوکو امام از ما طرفداری میکنه و میخواید که مادرم به ما برسه. چرا برش پول دادم؟ اگه تو کاکایم طرف دارم ما بودین، پس چرا این قسم کردین؟ چرا؟ دیگه چی دلیل داشته میتنم؟ فقط به خاطر مادر کلانت. از روزی که اینجا آمد کاکایت آرام نموند. هر شب هر صبح او رو تغییر میکرد. میگفت اگه تو این کار نمیکنی من میکنم. کاکایت چی کنه دیگه؟ دخترم مجبور شد. بالایو قر نشد دخترم. او فقط به خاطر که چناره از دست آسیه مادر نجات بتایی کار کرد. خواست
ام با او پول بته تا از اینجا رفته حداقل جان خود خود نجات بته. مادرم او پول گرفته نمیره، مادرم ما را ایلا کده نمیره. رفته دگه دخترم، حتما او هم فهمیده که دگه کدام چاره ای وجود نداره. اگه می فهمید که کدام رای وجود داره باز پول گرفته از اینجا میرفت. مادرم این کار نمیکنه، به هر قیمتی که شده باشه از مامان صرف نمیشه. دخترم، مام بسیار جیگرخون است، ماما باید قبول کنی مادرت رفته. تو هر کاری که کنی و حتی اگه گریام کنی حقیقت تغییر نمیکنه جانم. خواهر خوش آمدی. خواهر چی شده؟ هیچ چیز نیست اسما جان. اگه چیز نشده چرا گریه میکنی؟ برام بگو. مادرم کجاست؟ من چی بفهمم دخترم؟ مادرت که از خانه برای دوباره خانه را فراموش میکنه. ایره بگی به من مزاحمت میکنه. ها اینا بالاخره رای خانه را پیدا کرد. الان برو. مادرم آمد. سابه دخترم ما آمدم. چی شده؟ تو باز چرا گریه میکنی؟ چرا دیگه گریه نکنم؟ مادرش حسب که برامد بی بی ارجمن. ای کارای سهر دیگه ازت گذاشته. امروش گپ بزن جانم، باید از طفل خود مراقبت کنه. مادر جان درست از گپ دراز نکن، ما همراش گپ میزنم. همیشه همه قسم میگی بی بی. ای بار میخوایم جدی رفتار کنی، هر قسمه که خودت میفهمی. دختره مقبولم، دیگه گریه نکو. حالا مادرت خاتمه درست است؟ من امروی کی گپ میزنم؟ صبر کنین صبر کنین، سهر حالا خاتمه. راست میگی حالا سهر خاتمه، اما ما فکر میکنم که نمیایه. گفتم چیزی نیست خواهر جان، چند بار بگویم من خوب هستم. ده سال تو را چی شده؟ او گور شدی؟ نه خیر خواهر، فقط کمی دستم درد میکرد بستیش کردم. خوب میشم، ده قصی من نشو. تو را چی شده خواهر؟ لطفا برم بگو. فقط خسته شده دخترم. خانم نریمانه نمیشناسی؟ بازم سرش کدام گپ زده. آه خواهر، از خاطر او جگرخونه هستی؟ خاله نریمانه خوش نسی، هر کاری که بگویی میکنه، او هیچ وقت تغییر نمیکنه. خدا جگرخونه ساز. بیا بیا که بریم نان شب با هم میخوریم، کمی راحت خون شدی. نه خیر نمیشه جان، درور ده خانه ماندیم، حال گریه خود کرد. ما میریم درور را میارم. نه خیر حال میرم، باز کدام روز دیگه میایم. درست از خودت میفهمی خواهر. خواهر دقیقه خاله نریمان نشو، کار میشه گی او است، ارزش نداره، خدا نراحت بسازی. بخیر. اینجا بیشین. بار که برم چی میشه؟ تو از خود خانواده و اولاد نداری، چرا قسم میکنی؟ فقط چوب باش چوب باش، میفهم که تو ای قسم آرام نمیشینی. ای طرف یا مجبور هستی که آرام باشی، اگه بخوایم فرار کنی نمیتونی. سهر جان کمه بخواد بیا دخترم، اسمارم بنا حق پریشان سختی. چی کنیم دیگه، تقدیر ما همه قسمت است.
این موضوع با تقدیر ایچ ارتباط نداره. هر کاری کنی باور نمیکنم که مادرم ما را ایلا کده رفته. دخترم، میرم همراه کاکایم گپ میزنم. مطمئن استم او کل چیزه برم خواد گفت. اگر مادرم چیزه شده باشه باز حتی حدسم زده نمیتونی که چی خواد کدم. درسته سحر جان، اگر سر ما اعتماد نداری وقتی که کاکایت زن قره آمد هم رش گپ بزن و ما میره برد خواد گفت. سحر مام به اندازه تو جیگر خونستم دخترم. تو اگر بالایم قر شوی نفرتم کنی، ما همیشه از شما حمایت خواد کدم دخترم. اما ما بیرون میرم. کجا میری خانم دمت؟ میخوایم که سیبله ببینم. اما باز نام سیبله گرفتی؟ چرا هر روز باید ببینیش؟ چرا در خانه نمیشینی ها؟ بیا امره ما کمک کن. اما ما خوب براتان گفته بودم همه جان، قبولم کرده بودین. درست است دختر، درست است. ما دیگه از بس کردن با تو خسته شدیم. هر جایی که میخوایی برو، هر کاری که میکنی بکن. آه چنار، تو کجا هستی؟ فقط که زمین چاک شده و تو داخلش رفتی. خدا کنه که سرت بلای نامده باشه. بگیره سوچو زد نکویی رو بخوا، اگر نه از گشنگی خواد مردین. نمیخوایم شما و این غذایتان رو نمیخوایم. زهر رو بخو. با ما هیچ فرق نمیکنه، بانکه از گشنگی بمورین. تا اولادم دور ساخته نمیتونه. هر کاری که کنین از اونا منصرف نمیشم. شما خاطیدین خوش آمدی. مادر کنان جان خوش آمدی. کجا رفته بودی؟ خواستم در ساحل کمی قدم بزنم دخترم. تمام روز در خانه شیشته شیشته دلتنگ میشه. کارو خوب کردی مادر کلان. اینجا خب مثل مالاتیا نیست، بسیار جای دیدنی داره. راست میگی. تو میخوایی کجا بری اسما دخترم؟ کارم زیاد است مادر کلان، خودت خو میفهمی. البته دخترم، البته درکت میکنم یک دانی. خداوند همیشه موفق داشته باشه. زنده باشی مادر کلان مقبولم. با امید دیدار. مادر جان چی وقت آمدین؟ هیچ خبر نشدم. همیالا آمدم عروس. همراه چنار چی کردین؟ کار اومار خلاص است، بسیار کم مانده عروس. درست است مادر جان. راستی من همراه سحر گپ زدم، براش گفتم که چنار پولاره گرفته و از اینجا رفته. البته با گپایم باور نکد و از دو طرف داری کرد. گفت من میرم همراه کاکایم گپ میزنم. مام گفتم برو. از واما میگه پاره خود شنیدی. باید همراه ترکوت گپ بزنی تا با بسیار مهربانی سهر بفهمانه که مادرش دیگه از اینجا رفته. هرچی لازم است انجام بده عروس. شما هیچ تشویش نکنین مادر جان. تیاره نشست کده، ترکوت برم زنگ خود زد. همی که به خانه برسم رم گپ میزنه. شما ده ای باره هیچ تشویش نکنین. از تشویش مردم. کدام خبر شده؟ بله بله شده. خیرات باشه. بیا بشی جانم بیا. پیش خانم کاکایم رفته بودم. کاکایم خواستم مادرم از اینجا روان کنه. از این خاطر امراش گپ زده. به خاطر که ما را ایلا کده برای برش یک مقدار پول داده. حالی هم میگم مادرم پولا را گرفته رفت. این نامو میکنه از جانم. چنار پولا چی کنه ها؟
باز به خاطر پول شما را ترک میکنه؟ تو با کدیم خدایا. البته که من باور نکردم ادیه خواهر. واضی است که زیر کاسه نیم کاسه است. مادرم گم شده میبینی نه؟ بسیار میترسم که سرم مادرم کدام بلایی نیه. کاش گورا تنها نمیماندیم. حالا چی کنیم سحر؟ او را در کجا بپالیم؟ در کجا پیداش کنیم؟ همراه کاکایم گپ میزنم. باید آدم باره برم کل چیزا بگویم. اگر مادرم چیز شبه باز میفهمم همراهشان چی کنم؟ به هیچ کدامشان رحم نخواد کردم. بله زحل، چند لحظه پیش از میدان او شد. از چنار کدام خبری نشده؟ دیگه چی خبر باشد تارگوت جان؟ پولا را گرفته و از اینجا رفته. از برکت پول فهمیدیم که او چقدر یک مادر مهربان است. من اصلا قسم فکر نمی کنم، چنار هر دوی ما میشناسیم و ای آسانی از اولادای خود منصرف نمیشه. به نظر ما باید متوجه باشیم، هر لحظه امکان داره خود نشان بده. نه خیر زندگیم، نه خیر، هیچ تشویش نکو. چنار دیگه اینجا آمده نمیتونه. امروز سحر گپ زدم، وام برای زیاد زنگ زدم، اما به زنگای سحرم جواب نداد. یعنی پولا را که دیده سحرم فراموش کرده. جانم تو دیگه در قصه ای گپا نباش تورگو جان. بسیار خوب، این قسم به همگی خوب شد. بسیار متوجه مادرم باش، هوش کنی از چیزی خبر نشه. درست است، زندگیم تشویش نکو، من کاملا متوجه می باشم. درست است، من به شرکت میرم، کمی کار دارم، شب باز می آیم. درست است عزیزم. چقدر درد را تحمل میکنه؟ چقدر غم را تیر کرد؟ متاسفانه قسم است، اما خدا از بد بدترش نگاه کنه. شاید تمام عمرم را یه آدم زندگی کردن نمیتونست. مثل زینب خانمای زیادی است، کاش به همه گیشون کمک کرده بتانی. زینب، زینب، کاش از اول متوجه دخترتان می بودین. اولی قسم گریه نمی کردین خاله جان. تو راست میگی دختری، شما حق به جانب هستین، ما اشتباه کردیم. حق به جانب بودن نه به ما نه به زینب کدام فایده داره؟ زینب هیچ وقت یاد سر فراموش کرده نمی تانه. خدا نو گوش کرد، اگر دیگه در مشکلات بدتر سرش می اومد چی؟ او آدم اگر از بین می بردش چی؟ خدا نکنه دخترم. باید اشتباه کردم دخترم، اما حالا که به این حالت دختر مرسنده، او آدم هم هرگز نمی بخشم. ما یک بار پیش آقا آسمان میرم. مرا ببخش دخترم، مرا ببخش. تمام اینا به خاطر من شد یک دانه، به خاطری که تو را به دست او به وجدان سپردم. مرا ببخش دخترم، ببخش دخترم. از دختر یک دانه محافظت کردن نتانستم، او را به دست ظالم امانت دادم. بالاخره حقیقت را درک کردین؟ به جای اعتماد کردن به گپ‌های بیگانه، به دخترتان اعتماد میکردین. تو یک روز نمیدیدین آقا عثمان. زینب حالا در خانه پدر خود به خوشی زندگی میکرد. بسیار پشیمان هستم بچه، بسیار. حالی اگر خود با مرمیان بزنم چی فایده داره ها؟ اما بسیار پشیمان هستم، دختر یک دانم کم بود به خاطر من از بید مره. بعد از این چطور میتونم به چشمای دخترم سعی کنم؟
هر انسان اشتباه کده میتونه. چیزی که مهم است این است که از اشتباهات خود پند بگیریم. گذشته را تلافی کده میتونین. کافی است که دیگه او اشتباه را تکرار نکنین. به هر صورت گپای بیگانه را هیچ وقت باور نکنین آقا. از دختر خود حمایت کنین. برش بگوین که دوستش دارین. اگه پشیمانی تو نبینه مطمئن استم زینب شما را خود بخشید آقا. بعد از قدر گپا بازم مرا خود بخشید بچه. البته میفهم که فراموش کردنه ای همه اتفاقات مشکل است، اما مطمئن استم هو هم میخوای که یک صفحه جدید در زندگیش باز کنه. عثمان بیا او شما زینبی خدای شکر. دخترم جانم خدایا قربانت شوم که دختر ما را بر ما دوباره بخشیدی. یک دانه ما حق ندارم از تو مذرت بخوایم. دخترم میفهمم، اما لطفا مرا ببخش. مهربانی کو پدر گناهکارت ببخش. به از او من چند بار مردم و زنده شدم، اما لطفا این بار برات وعده میتونم. بعد از این کسی تو را لمزم کده نمیتونه. از شما قر بوده نمیتونم پدر. شما تمام زندگی من آماده استم همه چیز فراموش کنم. کافیت که از من روی نگردانی و همیشه در کنارم باشی. دخترم یک دانه ما بزرگی که من دعاقت نتانستم تو دعاقم کردی. خدا ازت راضی باشه. دیگه هیچ کار نکه نمیخوایم به زور سرم انجام نمیدین، اما تو نی. حتی اگه مردم دباری بر چیزی که بگوید من که بگوید دخترم هرچی بگن بگوید. گپای مردم از جان تو کده با ارزشتر نیست دختر یک دانیم. بعد از این فقط خواستای تو رو برآورده می کنم. در قصه گپای کسو او احمق بیشرف نشو. پایش همش کنارم اگه در خانه ما بیایم. درست است دخترم، تو تشویش نکو. دختر مقبوله. برادر شدیتون اومدم. کاکا باید گپ بزنیم. چی شده سحر؟ سلام دادن یاد نداری دخترم؟ چیزی شده؟ درست تو باید بگویی که چی شده. پدرم کجاست؟ کجا رفته؟ برام جواب بده. درست از مژگان تو رفتم میتونی. بشین. حالا دیگه چنار، حالا دیگه زود شد. تو به خاطر اولادت حتی میله های زندانم تحمل کردی چنار. دو زندان از بین نرفتی، حالا در اینجا میخوای از بین بری؟ امید تحسس نده. حالا دیگه به خاطر اولادت کم دگام همت کن. گپایی که شنیدیم حقیقت داره. به خاطر که مادرم از اینجا برابرش پول دادین. میگن که او پولا را گرفته از اینجا رفته. حقیقت برام بگو کاکا، حقیقت بگو، چون باورم نمیشه. این قسم یک چیز امکان نداره. به حیث یک اولاد قبول کردن ای که مادر تو را ترک کرده کار بسیار مشکلیه، اما این واقعیت داره دخترم. امکان نداره، مادرم هیچ وقتی کار نمیکنه. به خاطر پول اولادای خدا اعلان نمیکنه. او با پول و دارایی ارزش نمیده. به از او فقط به خاطر پول از اینجا نرفته دخترم. او میخواست یک زندگی بهتر به خود بسازه، به خاطر اون پول ضرورت بود. مطمئن استم اون هم میخواست قسم شوه، اما به خاطر که شرایط امیر ایجاب میکرد مجبور شد. یعنی چی که مجبور شد؟ همه چیز خوب، بسیار خوب بود. من به بیگناهیش باور کردم. حالا هم نوبت اسما بود، به او هم حقیقتا میگفتی. کسی که به خاطر بد دست آوردن اولادش قدر زحمت میکشه، باز چطور میتونه شکست قبول کنه؟ چرا باید این کارو کنه؟ خیال پردازی هم یک حدی داره دخترم. بعضن حقایق مثل یک سیلی به صورت آدم میخوره.
مادرتون بالاخره فهمید که بناق امیدوار شده. به خاطر که میفهمید اسما و شتن هرگز دور نمیبخشه باز از اینجا رفت. تو خو میفهمی که اونا در مورد مادر چی فکر میکنن. بله، اما وقت اونا حقیقت بفهمن باز نظریشان تغییر میکنه. دوباره یک خانواده خود شدی. برم راست بگو دختر، واقعا تو به این گپا باور داری سحر؟ او اولادا سالها با نفرت داشتن از مادر خود بزرگ شدن. به نظرت به بیگناهی مادرت باور خواد کردن؟ اما من باور کردم. تو باور کردی چون تو مادر هستی، خدا در جای کنار قرار دادی. فکر میکنی که تو نمیتونیم اولادت تنابانی، او هم نمیتونه. تو به بیگناهی مادرت باور کردی، اما اونا چی؟ اونا مثل تو شده میتونن؟ او به جایی که در زندگی شما آماده زندگی تانه خراب کنه، بازی قسم تصمیم به رفتن گرفت دختره. ترجیح داد به همیشه بره و خدا کار درست انجام داده. باور کن ای به همگی ما بهتر خواد بود. نوش جانتان مادر جان، خبرهای خوش دارم. امی پیشتر امرای ترگود گپ زدم، او روم قانع ساختم که چنار از اینجا رفته. آلا اگه امرای سهرام گپ بزنه اتفاق رخ نمیده، دلتان جمع باشه. به هر صورت ما یک بار پیش دخترم میرم، فیدان شاید بسیار گد و دیکده باشه. ای چهره ته دیده دلم بد میشه احمق. اگه یک بار لبخند زده بگو یا فرین دخترم آسمان به زمین میایه. مادرم وعده کرده بود، گفت بعد از این ارگز ما را ایلانه میکنه. چطور میتونه بیدید خداحافظی از اینجا برم؟ خداحافظی کردن همیشه مشکل است دخترم. ترجیح داد بدونی ای که کسی را بیشتر از این ناراحت بسازه و آرامی از زندگیتون بره. فرض کنیم که از گفتن به خواهر و برادرم منصرف شد، حداقل به خاطر من نمیرم. میمان که فقط من و مادرم است، من هیچ کسی نمیگفتیم، اما او اینجا میمونه. مادرم قسم خورده بود در زندگی کنار آرام نمیمونه. اگه اینجا باشه فکر میکنی او را آرام خاتمان؟ به هر قیمتی که شده بود نباید میرم. میفهمم که قلبت چقدر شکسته دخترم، اما مادرت کار درست انجام داد. به خاطر خوشی اولادای خود حق مادری خود زیر پای کرد، حال قبول کرده نمیتونی، اما با گذشت زمان میفهمی که مادرت چقدر یک کار درست انجام داده دختره. میره باز میفهمی. من چی گناه داشتم کاکا؟ یعنی من مستحق خوش بودن نیستم؟ چرا مرا قربانی ساختی؟ کاش که هیچ وقت نمیومد، کاش که او را نمیشناختم، بازو وقت اقدر درد نمی کشیدم. خوشبختی من فقط همه قدر بودم. سحر؟ سحر؟ سحر خوب استی؟ سحر؟ سحر دخترم بگی شیرم، در اینجا باید بری دیگه. خودت میفهمی که چی کنی. درست است، من حلش میکنم، تشویش نکن. اماناتی پیشت هست. آفرین، این کار از یاد گرفتی. والا چی در رو بگویم، وقت که از ایدار لط خوردی باز فکر کردم که ترسیده فرار خود کردی چطن. اما نه، تو بسیار با جرات برامدی، خوشم آمد. بعد از اینکه ما تمام زندگیم از دست دادم باز به این حالت افتادم. قسم خوردم که سر پای خود ساد میشم و یک آدم پول دار میشم، همه چیز به دست میارم. ای خواه اولش هست. ما به امی قسم یک نفر با جرات و سرسخت نیاز داشتم چطن. امی قسم ادامه بته، با این کار بسیار ترقی خود کدی. اگر در این کار تو موفق شدی باز برات یک وظیفه بسیار مهمتره خود دادم شیرم. با هم کارهای بسیار کلانه خود کردیم چطن. تا آخرش هم رایت هستم سحر. حالا دیگه با خود بیا جانم.
خدا را شکر. آه زندگی ما را ترساندی، فکر کردیم چیز شده. خوب هستی دخترم؟ بعد از این همه کارا چطور خوب بودم میدانم. ای چی منی داره؟ چی شده؟ تو سهر به خانه ببر. حالا دیگه زندگی خانه بریم تا کمه استراحت کنی. ایلایم کن، میخوایم تنها باشم، کمه خدم میدنم. دیوانگی نکو سهر، ده ای حالت کجا میری؟ اگه ضعف کنی چی؟ ها؟ لطفا هرج، من میخوایم چند دقیقه تنها باشم. درست است، متوجه خود باش. خسته نباشین. چی شده؟ از چنار کدام خبره نشده؟ اگر تو خبر نداری پس من از کجا بفهمم زحل؟ برا شوهرت بپرس. چنار را که من میشناسم با پول خدا نمه فروشه فامیدی. خدا میفهمه که شوهرت با چی تهدیدهای او را از اینجا روان کده. کسی او را تهدید نکده خانم. ترگود با بسیار احترامانه امرایش گب زده. آلم واضح است که چنار پول قبول کده و از اینجا رفته. راستش واقعا مام از چناری توقع را نداشتم. وقت شنیدم متعجب شدم. آی راست میگی؟ بری گپای ناقطه با کس دگه بگو فهمیدی. خودتان بسیار خوب میفهمی که چنار اولادای خدا با پول نمه فروش از زحل. مام مثل شما آرزو میکنم چنار قسم کار نکده باشه. اگه کدام خبر شد لطفا به مام زنگ بزنی. فعلا روز خوش. خانم زحل، اگه در گم شدن چنار دست داشته باشین یا همراهش کار کده باشین باز من خاموش نمیمانم. فهمیده شد؟ ما کار نکدیم آقا خلیل. چنار پول قبول کده و رفته. ای گپه به کسی گفته میتونین که شما را نشناسه؟ من شما را بسیار خوب میشناسم. چرا باور نمی کنی؟ بیشتر از همه تو خوب میفهمی که پول چقدر شیرین است. سالها قبل همه تا که تو خدا با پول فروختی چنارام دقیقا همه قسم کرد. راست میگی، شما خوب بلد هستین که چطور از ضعف انسان ها استفاده کنین. خدا میفهمه که او را چقدر شما تهدید کردین، چون او چنار را که من میشناسم هرگز ای کار کده نمیتونه. پس او را درست شناخته تانستی. لطفاً تو برم کمک کن. حال خاطبت از این رسمان باید نجات پیدا کنم. ای برگر چقدر تند بود، میده ما سوخت گرفت. آفرین، دیگه مشکل ایجاد نمی کنی. بالاخره با تقدیر خود راضی شدی. اما قسم آرام باش، اگنه برات خوب نمیشه.
ترکستان بپیش همیشه بپیش وطنی جان بپیش همیشه بپیش ملکی جانان بپیش همیشه بپیش Yazık ki şimdi ayrıldık özledim seni geçti unutmadım seni üzmek این سون شیدیر شو کسا اجازه بریدم که بخاطر من کسا حالا خود چی میده رفت همه چی تمیگ سهر گوش گوری مادره بخاطر اولادشون هر کاری میکنه گرمک ایچین بنا خدا حافظ امید زندگی خدا حافظ نور چشم مادر Bekledim durdum Sensiz olmaz kalpten Mader! Bu acı Şayet yakın bak bak o soğuyun ki kaç ki maderim sende miydi? Agana başa behtere Çıtı umetan ek mader avladın kıda sana bana uberen Bu ya katıl es katıl Şükür ki cazara kıda diden bitim yorakta Sensiz olmaz درست از جواب بدی خودت به این گفایت باورداری دختره اونا با نفرت کردن از مادرت کلان شدن و نظرت به بیگناهی مادرت باور خواد کردن تو باور کرد چون تو یک مادر است خدا به جای چنار قرار داد گفتی وقتی ما با اولاد می کار کردن نمیتونم او هم نمیتونه تو به بیگناهی مادرت باور کرد اما خواهر و بیادرت به اندازه تو بخشنده بوده میتونن مادرت به جایی که بعد از 20 سال در مقابلشان آمده اونا را راحت بسازه ترجیح داده که بره و نظر ما کار درستی انجام داده مطمئن باش ای به همگی ما خوب خواهد بود دختره چرا مادر چرا نخواستی به اولادت یک فرصت بدی چرا قدر زود منصرف شدی زینب جان بعد از این همه چیز مطابق خواست تو خود بود انشالله خداوند از شما راضی باشه اگه شما نمی بیدین شاید مال زنده نمی بودم زینب بعد از این با شما مانت از واقع انشالله با وعدتان وفا کنن با وعده خود وفا میکنم وکیل دختر ما مثل چشمایم نگاه خواد کدم سلامت باشین خواستمان راست شما تشویش نکنین ما کارای لازم انجام خود دادیم خانم زینب دو روز بعد در محکمه طلاق خود گرفت انشالله دخترتان از بی وجدان نجات پیدا میکنه حالا دخترم بریم بیا دختری گلیم روزتان خوش یک ناشتا جرگو به خاطر که زیاد خنده کردیم باور کن از چشمای تو اشک آمد خواب کی برنده شد؟ البته که برنده شدم تو مرا چی فکر کردی دختر؟ منظورت یه از که سرت نفهمیدن فریب کاری کردی؟ اصلا خبر نشدن خب دیگه دختر جان نام ما قدرت است سر برف را میرم اما چاب پایم نمیمونه اگه خواسته باشید مسابقه دیگه تو را میبرم چی تو؟ مسابقه از طرف شب میباشه اما شاید آمده بتونی قبول میکنم حالی که میگه قدر خوش میگذره پس حتما میایم یک دقیقه صبر کن ما دقیقه سگر ما آمدیم یادم رفت ما موتر را در کجا پارک کردیم؟
تمام قسم تا شب منتظر خود ماندی بچی احمق. اگه او خانم خود اصلا نسازی واسه قسمی هر روز منتظر میمانی، فهمیدی؟ زیاد زیاد سر کدی. بی 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 فقط که منتظر آجی هست که از حج میه. اگه من قسم برم به خدا که پشتم بگردی. سهر خوب هستی همتونس؟ اینجاستم جانم، آمدم. خب خلاش اجرا بس نوردی مادر جان. دخترم تو همراه ما بیا، سر مادر کم درد میکنم. سحر تو داخل برو کم استراحت که درست است جانم؟ ایچی حال است؟ ایچی قسم روی است؟ صبح داشم این خانم در بیرون کشت، حالا چی شده؟ چی مشکل داره؟ درست است مادر جان، آرام باش، بالاش فشار نیار. درو درو اینجا بیا دخترم، اینجا بیا، بیرون نرو دخترم. بله ما اینجا هیچ کار هستیم، اما تو نیست. عروس مردم وقتی خانه میآید دستای خوشوی خودم میبوسه و زیاد برش احترام میکنه. عروس ما خو حتی یک سلامون برم نمیته به خدا. آه نریمان، آه تو مستحق چی یک زندگی بودی، اما بی بی کده چی حالت افتیدی. خدایا تو سرم رحم کو. آه 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 حالا حالا دیگه لطفا قد شو. لطفا کمکم کن. دیوانه خود شدم، من این موبایل کجا موندیم؟ اوف نیکه در وقت خوابیدن از پیشم کلم جا مونده. نه خیر، نیکی در دکان فراموش کردیم، وقت ما برامدم در دستم بود، در داخل نمونده باشه. باش ببینم. باید موبایل ببینه. آیشه بود کی بود؟ از اینجا رفته یا از امو خاطر جگرخون است؟ میفهمی که او را زیاد دوست داره؟ بله واضح بود که همه قسم میشه. من برش گفتم به این خانم زن نبد، اگه انسان خوبی بود خانم آسیا او را در خانه خود جای میداد. درست است، کاری است که شده مادر، چیزی از دست ما ساخته. البته که کار کده نمیتونم، اما خانم تو ماشالله هر وقت که میخواییم نصیحتش کنم دهنم بسته میکنه. خوب دیگه به او آسیا قدر احترام عزت قائل است که مرا بیخی فراموش کده جانم. شاید خوب نیست که قسم بگویم، اما بسیار خوب شد که رفت. حالا جزای خدا میبینه انشالله. مادر چه باش خواهد شنید، ولی از خدا چه باش. نه خیلی جانم، چرا باید خاموش باشم؟ من چیز را نمیفهمیدم، چرا همیشه سنیدن حقایق قدر میترسی ها؟ من فقط حقیقت میگم. باز این سحر ما را چی شده؟ چرا باید قدر دو خانم امایت کنم؟ من خود نفهمیدم. تو فقط مرا خاموش دخته میدانی، نه به او خانم احمق چیز گفته میدانی. تنها امرت هم سرش نمیچند. آه دختر خوش آمدی، بیا بشین. هلا ب
بیا که گپ بزنیم، درد دل کنیم. تو چی مشکل داری؟ چی درد داری ها دختر؟ بگو برم. خانم عایشه گفته بالا میری، خانم عایشه گفته پایین میایی. تمام آرامش خانه ما را از بین بردی. ولی از خدا بگو چی میخوای؟ دیگه بس است، ما خسته شدیم. بس است ولی از خدا. افسوس به حال ما، همتونید افسوس به حال ما. سهر درست است، دستت آو گار کدی، بس است دیگه. بابا دست ندن، من یاد خدا اینه خاموش بزن، دیگه تحمل ندارم، از جانم زیر جنم جب باش. درست است. توبه توبه، چرا بالای ما قهر میشی؟ چرا قهر با بالای ما خالی میکنی ها؟ ما خود دروغ نگفتیم، تمامه حقای خبرش گفتم، چرا نمیفهمی؟ من میخواییم یک کلمه بشنه و جب باش فهمیدی؟ جب ندن. میبینی نی؟ او دیوانه شده دیوانه، عقلش از دل داده. تو بگفم باور نمیکنی، کم بود که پیش روی چشمایت من از بین ببره. تو خوشایند بودی هر چه من دیدی. چرا مادر؟ چرا؟ هنوزم در مورد خانم زینب فکر میکنین؟ بله. خب هرچی دوتر محکمش دایر شود که او بیچاره نجات پیدا کنه. نمیفهم مادر پدرش دقیق کارو خوب کردن یا بد، اما کمی دلم نارام است. ما بس صمیمیتو ناباور دارم. آقا عثمان در شفاخانه مثل یک طفل خرد گریه میکرد. او بیچاره بسیار پریشان شد. مطمئن استم بعد از این متوجه دختر خود میباشه. انشالله قسمی که گفتین خود شد. بله. چی؟ چی میگی کمال؟ ای چه تو امکان داره؟ درست است، بخاطر که خبر دادی تشکر. کدام خبر بد داد؟ متاسفانه نجمی را آزاد ساختم. چی؟ آمینه تو دختر ما رو بگی داخل برو. حالا دیگه چیگه پس نمی؟ چی میخوایی؟ باز چور اینجا آمدی ازداد شدی؟ خواهش میکنم عثمان پدر، ای چه قسم گپ زدن است؟ ما به خاطر دیدن او آمدیم. قهر نشو، نیت بده ندارم. ما خوب میفهمم که نیت تو چی است بچه. یه قسم نکو پدر، بی تو را پدر میگم. درست است، بالایم قهر است، کار ما درست نبود. سر زینب زیاد فشار آوردم به خاطر که خانه را ایلا کرده بود. اما ما میفهمم چطور دوباره قلب او را به دست بیارم. اجازه بده که زینب گرفته ببرم. اگه بار دیگه ازم شکایت کنی دیگه هیچ وقت نه. دستل کلی گپا گناه ما است نجمی. دیگه خلاص شد. بعد از این دخترم خوبانه تا گناه خودم برات نمیتم. حالا از اینجا برو گم شو، از زینبم دور باش، برات گفته باشم. لاغ برات پدر گفتم عثمان، اگه از گپایت پشیمان نشدی نامم نجمی نباشه. دخترتو با دستای خودت میاری، باز میبینه. مادر جان براتان چای تیار کردیم، به سر دردیتان خوب است. مام امروز پیش هدیه رفته بودم. نه خیر تشویش نکنین، کسی از چیز خبر نداره. بله هدیه کمه گپای بیجا گفت که من هرگز به ای باور نخواد کدم که چنار به خاطر پول اولادای خودم افروشه، اما من جوابش دادم مادر جان. حالا دیگه خوش میکنم اجازه دادنم میتارم کسی اولادم از ما دور بسازه. خدای تو از همه بیشتر قوی هستی، لطفا به ما قدرت بده، خواهش میکنم لطفا. Thank you.
چی شده؟ خسته شدیم که؟ راستش مام خسته شدیم. به خاطر تو مام در اینجا گیر مونده، میفهمی؟ اگه میخوای نجات پیدا کنی، پس هرچی زودتر تصمیم خودا بگی. با گپای خانم آسیا گوش کن و از اینجا هرچی زودتر گم شو. اگه تو میبودی اولادات هلاکت از اینجا میرفتی. به خاطر یک تهدید از اولادات دور میشدی. درست است نرو، و دم اینجا از پایین برو. اگرت باشم من متوجه هستم. خدایا هزار بار شکرت. سهر، باید به سهر زنگ بزنم. خدایا اینجا کجا هست؟ آن سر نمیتم بدو چنار تا وقتی که با امرادت برسی بدو. خدایا لطفا کمکم کن که با امرادت برسم. خدایا اینجا کجاست؟ با کدام طرف برم؟ خدایا تو راه را برم نشان بده. ای زن کی برم فکر مونده؟ بکتکم هم از یادم رفت. سرم شد ایلانتی باز فرار کرد. آن زن آمد. خدای هزار بار شکرت. حالا سهر، حالا دختر موبایلت جواب بده. بیا اینجا پیش ما بخواب. دلم جام خود بود. مادر اینجا بخواب، اینجا بسیار راحته. فقط که مادرش مرده رسما ماتم گرفته. شما هیچ نکنید، ما متوجه اون میباشم. صداشا پخش کن مادر. مذرت میخواییم، گوشایم نمیشنوم. انشالله که به زودتر این فرصت خوب خواهد شد. بله بله، هرچی که به خیرشان باشه خوب میشن انشالله. سهر، سهر لطفاً موبایلت جواب بده. حالا دخترم موبایلت جواب بده. ما جواب خانم آسیا را چی بودم؟ اگر بگویم که او از پیشم فرار کرده، ما را از بین خود برد. تو کجا هستی لعنتی؟ کجا گم شدیم؟ آه.
توی جنگل هست. هیچ کس هم نیست که کمک بخوایم. اگه صدای من بکشم شاید کسی بشنوه. صبر کنید، صبر کنید. خدا لعنتت کنه، تو کجا هستی؟ سگ لعنتی، تو دا اینجا بودی، برو گم شو. بالاخره ما پیدایت میکنم، در هر جایی که پت شده باشی ما پیدایت میکنم. خدایا هزار بار شکرت، هر کاری که کنین مرا از اولادم دور ساخته نمیتارین. آسیه مادر این رو باید داشته باشین. سهر جواب نمیده، بعد یه خواهر زنگ بزنم. شمارش چند بود؟ باید ندارم، آخرش 65 بود فکر میکنم. آنم آسیه مرا میکشن، موبایلم هم گم شده، نمیفهم کل مشکلات چرا سر من میایه. بله هدیه خواهر، من هستم چنار. شما را رشته با کدی، اینجا کسی به نام هدیه نیست. خدایا لطفاً کمکم کن. از اینجا دور رفته نمیتونم، پس از سرک خود برام مدام. سهر دخترم از تشویش دیواره شده باشه، شاید دخترم پیش آسیه مادر رفته باشه. آسیه مادر و دخترم چی خود گفتی؟ دختر هر چیزی که بگوین باور نکو. اگه میخوای آلی ننوش، بعدا برات میارم. بسیار خوب، خودت میفهمی. سهر گلم به چی ضرورت داری؟ مادر کجا میری؟ سهر مادر تلویزیون خاموش کن. کجا میری؟ به شدی خواهر میرم. سهر دیوانگی نکن، رفتن نمیتونی. من خوب هستم. درست است، مام همراهت میرم. بلی از خدا انجمن، اجازه بده که برم. بانک برا ازش خسته شدیم، بس از دکه او زنده قصش نیست. پولا را گرفته ایره فراموش کرد، اما آنوزم پشت او دویده میره. گفتم از پشتش نرو، من همراه تو گفت میزنم. وظیفه میرو مادر جان. توبه توبه، برو برو فرار کن، تو هم فرار کن برو. البته نریمان پیرکی در خانه منتظر شما میباشه. وظیفه این فرصت یک کسی دیگر پیدا کنید. آی باورم نمیشه، اینقدر زود فراموش کردی که موتر کجا استاد کردی؟ چی کنم دیگه دختر، از خاطر مقبولی تو میخی عقل من دست دادی. بیا موتر پیدا کنم. ما همراه تو چی کردیم ها؟ بجز دوست داشتن دیگه چی کردیم؟ چطور تونستی این کار کنی؟ چطور تونستی عشق خدا فراموش کنی ها؟
مرا به این کارت پارچه پارچه ساختی. عشق ما را، خیالات ما را، تمامش را پارچه پارچه ساختی. تو مرا نابود ساختی دمت همراهش قلب ما پارچه پارچه ساختی. افسوس به تو، افسوس، افسوس به تو دمت. تاجیکستان به پیش همیشه، به پیش وطنی جان، به پیش همیشه، به پیش ملکی جانان، به پیش همیشه، به پیش. پیدایت کردم، این بار از پیشم فرار کردن نمیتونی. صبر کن، فرار نکن. برو گمشو، چرا پشت ما میدوی؟ تو هم با زحمت چی دی آقا خلیل؟ امی جبان، ما خودم میبرمش. زحمت چی خانم دی؟ استغفر الله. سهر دختر عدیه خواهر مادرم، صبر کن سهرم، آرام باش. نیک از مادرت کدام خبری آمده؟ او کجاست دخترم؟ بگو. ما را ایلا کدر هفت به خاطر که زندگی خدا جور کنه او پوله گرفته، مادرم از ما منصرف شد. افسوس با تو سهر، تو چی میگی ها؟ تو میتونی خودم گپ بزنی؟ تو بگه پای اینا باور کردی ها؟ پول خوبان، حتی اگه جانشان بگیرن شما را اعلان نمیکنه. فرض کنیم که از اینجا رفت، تو را ایک قسم جگرخون میسازه؟ مرد یک خبرم نمیده؟ عدیه خواهر راست میگه دخترم. نمیفهمم سر مادرت چی بلای آمده. فقط یک چیز میفهمم، که خانم چنار شما را هرگز تنها نمیمانه. خانش ازش گرفتن اما نرفت، وظیفش ازش گرفتن اما نرفت، در پشتش نفر روان کردن بازم نرفت. حالا چرا بره ها؟ یک بار فکر کن، به خاطر تو، به خاطر خواهر و بیادرت باشگاه جاری دعا میکرد. فامیدی دخترم چه توی قسم گفتم میتونی؟ سهرم عقلت در سرت بگی جانم، به خود بیا. وضعیت که سرش کدام گپش شده؟ پس کنیم که نخواست به شما زنگ بزنه، باید به من خود زنگ میزد. ای قسم نمیشم، بهتر از پیش پلیس برم. پیش پلیس؟ اما کاکایم گفت که در قصه گپای کاکایت نشد دختر فامیلی. چنار را که من مشناسم با پول خدا نمفروشه. وضعیت که بالش کدام بلایی آمده فامیده شد؟ این مردم ها کلش بیوجدان است، این را باید بفهمی. یعنی چی؟ میگی با کدام مشکل مواجه شده؟ آیز یا در روی نکو دختر، یا به خاطر پول او را اختطاف کردن، یا هم چی؟ گپ بزن عدیه خواهر. او خانم آسیا کس نی؟ گناهش نگیرم، تا دیروز شله بود که چنار از اینجا روان کنم. حق به جانب استی، ای کار مادر کلان من، که دو با فکرم نمد مطمئن استم کار او هست، حتما کار او هست. هر بلایی که سر مادرم آمده باشم کار او هست. سهر سهر دخترم صبر کن. سهر دخترم، استاد شو، پیدایت میکنم. ام خدا اما را خسته نسپار، صبر کن، فرار نکن، بالاخره پیدایت میکنم، فرار نکن زن احمق. Thank you.
معذرت میخوام سهر، معذرت میخوام دختره. خدایا کمکم کن، دیگه حوصله ندارم. خواهش میکنم کمکم کن. اگر زنگ زده بودی پس چرا جواب نمیدی؟ یکی بوده باشه، نیک مادرم بوده، انشالله که او باشه. ایزی گفتین خواهر؟ نه خیر، با شما نبودم، ادامه بدین. خدایا مادر ما از من نگی، خدایا مادر ما در پناه خود نگو کن. چی شد؟ امره سهر گب زدی؟ نه خیر، از پشتش دویدم اما رسیده نتونستم، با تاکسی سوار شد و رفت. بازی از که رفته تا خانه را سر خانم آسیه چپه کنه. اگر چطن از مام ده خانه باشن، امروز همگی از این موضوع خبر خواد شدن. هر قدر پتش کنن دیر یا زود بالاخره اما چیز واضح خواد شد. هیچ راز در دنیا پت نمیمانه، شاید چیزهای دیگه با گفتن باقی مانده، شاید بعض اوقات خاموش بودیم، اما حالا وقت گفتن است. تو میخوای چی بگویی آقا خلیل ها؟ نکه چیز را میفهمی و نمیگی. نفهمیدم. نه خیر، اما تو با خود گپ میزدم. خوب شد که با یادم آمد. امروز در پارک از پشت زحل که رفتی با هم گپ زدین، با تشویش شدم. شما در باری چی گپ میزدین؟ دیگه در مورد چی گپ بزنیم؟ گپای تو را تکرار کردم، گفتم اگه با خانم چنار کار کرده باشین حسابش خود پرسیدم. آه چطن بیا شیر بچه، بیا بشین. مره کار داشتی؟ بشین شیرم. خیرت باشه، کدام مشکل خونه ایست؟ نه خیر، برعکس همه چیز خوب پیش میره، از تو کاملا راضی هستم. زنده باشی، تشکر. او کارای اولت خوب بسیار خوب انجام دادی، از این خاطر توجه مرا و رئیس های بزرگه به خود جلب کردی. در این زمان بالای هر کس اعتماد نمیشه شیرم. راست میگه، پیدا کردن انسان قابل اعتماد بسیار مشکل است. به هر صورت حالا سر موضوع کار میم که کار جدید داری. رئیس بزرگ ما آقا شاهین بسیار زیاد وقت نشه که کسی را میخواید تا از دخترش محافظت و رانندگی شام کنه، ما تو را مناسب میبینم. تو چی نظر داری چطن؟ بگو شیرم. درست است، هیچ مشکلی نیست. خوب است شیرم، اما فراموش نکنی آقا شاهین نیسا دختر خدا از جان خود که دوزارا میفهمی، نور چشمش است، نازدانه پدرش است، از این خاطر باید بسیار متوجه باشی. آقا شاهین خوی بد داره، اما از کسی که کارش خوب بلد باشه حمایت میکنه. این را باید داشته باش. انشالله نامید نمیسازمش. حالا با اینجا که میگمت برو و او دختره بگی و او را باید تا پانتون برسونی چطن. درست است. آراستی موتر پیشی توی باشه شیرم. کار نواتا برای تبریک میگم. زنده باشی، تشکر. حالا دیگه شیرم استی. سهر حق با جانب است، کنار بدون خبر دادن جایی نمیره. حداقل یک زن زده خبر خو میداد. بله زحل. بله جانم. یک گپه برات میگم، واقعا مطمئن هستی که کنار رفته؟ از ما خوشی زیر پت نمیکنی؟ ترگود جان، با آخرین بار امرای کنار تو گپ زدی. نمیفهمم حالا چرا از من میپرسی. او زن پولا نگرفت، قبول نکرد، حالا ازش خبر نیست، حتما رفته دیگه. حق با جانب استی، راست میگی. امرای سحر گپ زدم، کنار وقت رفتن خداحافظی را خوبان حتی یک زنگم نزده. من فکر کردم که چی بفهمم، فکر کردم که به خاطر جگرخونشه امرایش خداحافظی نکرده، اما کمی دلم نارامد که سر او کدام بران آمده باشه. زندگی، او وقتی که تو پولا برش دادی قبول نکرد. خب دیگه حالا چرا قدر پرسپال میکنی؟ من نفهمیدم به خاطر چی به تشویش هستی. تو راست میگی، چی بفهمم دیگه. وقتی سحر و قسم دیدم بسیار مطمئن بود که چنار از اینجا نمیره، فکرم کمی پریشان شد. جانم سحر خوب یاد قبول کرده، نمیتونه که او رفته باشه، اما مادرش از تو تشویش نکه، با مرور زمان قبول میکنه. امیدوار هستم. ما او دختر جگرخون دیده نمیتونم زحل. خب به هر صورت قطع میکنم. درست است جانم، با امید دیدار. بله
شما را بیشتر خسته نساز. هر جای که بری بالاخره پیدایت میکنم، میفهمی؟ پیشنهاد خانم آسیا را قبول کن و از اینجا گم شو، اگنه از بین میریم. نه خیر، نمیرم. اولادم علاقه ده، هیچ جای نمیرم. خدا لعنتش کنه، این زن چقدر زیدی است. تو کجا هستی؟ کجا گم شدی؟ یا که امیال خدا نشان میتی، یا که ما پیدایت کده از بین ببرمت. صبر کو، فرار نکو، صبر کو. هر جای که بری پیدایت میکنم زن شلیتا. خدا لعنتش کنه، مرا بسیار مانده سا. مادرم کجاست؟ همراهش چی کردی؟ برم بگو با مادرم چی کردی؟ با او زن زندگی کده، خوی عادت تو هم تغییر کده سهر. ما برات یاد ندادیم که بدون تک تک نباید داخل شوی دخترم. تو مادرم از ما جدا ساختی نه؟ مادرم کجاست؟ برم جواب بده. من محافظ مادرت نیستم فامیدی دختر. در هر جهنمی که داخل شده همونجا بمیره انشالله. از وقتی که آمدی زندگی ما را نابود کردی، او را از وظیفش بیرون کردی. ای که یک دفعه ای گم شد کار تو از میفهمم. اگه باید داره موی سرر برسه باسترم ما قصر فکر بود. حدت بشناسته هست. تو کیستی که از ما حساب میپرسی ها؟ در مقابلت کسی استاده است که به خاطر مادر تو اولاد خود از زیر خاک دفن کرد. فهمیدی؟ مادرم بیگناست، چرا نمیخوایی بفهمی؟ چوب باش دیگه تر، بار دیگه در مقابل من نام و زنه به زبانت نیاری. اگه با مادرم کاری کرده باشی؟ اگه میخواستم کاری کنم، همون روزی که از زندان بیرون شده بود با دستای خود او را میکشتم. اما من نخواستم دستای ما به خون او قاتل آلوده بسازم. نمیخوایم بیشتر از این زندگی ما مشکل ایجاد کنم. حال از اینجا برو گم شده. بار دیگه تربیه خود فراموش کرده به این خانه نیایی. مادرم پیدا میکنم، او را از ما جدا ساخته نمیتونی. مادرم پیدا کرده پس بیارمش. ای چانس بده مرا بیبی، این نیسای احمق هم دختر رئیس برآمد. انشالله حوادث روز منفل بیاد نداشته باشه. چهره تو بسیار آشنا معلوم میشه. مطمئن هستی که قبلا یک دیگر را ندیدیم؟ مطمئن استم، یعنی انسان ها با هم شباهت میداشته باشن. بیبی با هم تفاهم میکنیم. ما قسم یک محافظه نمیخوایم که در کار ما غرض بگیره. تا وقتی که ما نخواستیم نمیخوایم که در کار ما غرض بگیره. شما مطمئن باشین هرگز شما را شرمنده نمیسازم، درست است؟ مرا شما نی، تو صدا کو. وقتی مرا شما میگین من خود خانم چهل ساله فکر میکنم. درست است شما، یعنی تو. آرستی دروازه دخولی همینجاست، به طرف راست در بخو. تو در اینجا درس میخونی؟ بله. چی شده؟ هیچ، فکر کردم شاید پیش باشه، اما بازم به دانشگاه قدرت رسیدیم. امیدوارستم که قدرت مرا نبینه، اگر نه بسیار بد خواهد شد. بسیار زیاد تشکر. دستکاولم کمی گرنگ است، میشه تاصل فمرون ببری؟ درست است، وظیفه ایم است، باید ببرمش. کدام تاتوست که در جای موتر من موتر خود استاد کردن؟
از همسنفی های خودم خونه ایست. از کدام بیگانه است؟ کدام ایلایی است که قجرات کده؟ ایلاوده کی از دگه؟ شیطان میگم یالی بگی کل شیشایش میده کن. خود را ده سال گیری دختر آمده بود و عزیز که دوست صمیمیش است. بهتر است که مرم رای دختر نبینه، اگر بسیار بد خواد شد. بهتر است که هرچی زودتر از اینجا بارم، اگر قدرت مرا خواد دید. در حالی که ولوده بچه کاکایم چطور بار آمده متنیست؟ مبارک چطور جان، آخرین نمونه موتره گرفتی؟ قبول از کجا کردی؟ ها فهمیدم چی شده. آفرین. معلوم دار است خودت که خریده نتانیستی، باز کنم دختر پول داره گیر کردی. از پول او خریدیم موتر است ها؟ نموره چی چی داره ببینی؟ گوش کو احمق، ای آخرین هشدار است برات. اگه بار دیگه هم رایم خرز گرفتی باز از این کارات پشیمان میسازمت. خوب دیگه جانم، برو دیگه که سر ما نشی. بازم تبریک باشه. خیرت باشه شتین. ای تو با خریدن آخرین نمونه موتر چی منی میتن؟ نه که کدام گلا با آب میتی. خوب دیگه بالاخره خود فهمیدم. باید یک بارم رای اوکان گپ بزنم تا برام یک کار دیگه پیدا کنه. نواسیم که تا امروزه به خاطرش چقدر مشکلات تحمل کردم و دیدم ده پیش روی مستاده شده از قاتل پدرش دفاع میکنه. باز هیچ نمیشرمه، از من حساب میپرسه. باز میگه میخوای چی کنی مادر کلان؟ جوان از دیگه مادر جان نمیفهمه که چی میگه. شما تشویش نکنید، ما یک دفعه پیشش میرم و گوشایش خوب تاو میتم. بار دیگه نمیتون همراه شما اقسم بیادبی کنه. هنوز باید خوش باشه که مادرش برش بخشیدم. اگه یک بار دیگه جرات کنه در مقابل استاد شده ازم حساب بپرسه، باز بار دیگه دی خانه آمده نمیتونه. خوش آمدی جانم. باز چی گپ هست؟ چیزه نیست خندم، فقط که تو مادرت هیچ نمیشناسی، به خاطر کدام گپ بی‌معنا قهر شد. خدا خواسته نساز، از ما فرار کنه نمیتونیم. هر جای که فرار کنی بازم گیرت میکنم زن احمق. هر جای که فرار کنی بازم گیرت میکنم. مرا بیشتر خواسته نساز. دخترم بنوش. مادر کلان وقتی ازشان حساب پرسان کردم سرم زیاد خال مخال کرد. شما از همه بهتر میفهمین که همراه مادرم چی کارو کردن. باز من گناهکار هستم که سر مادر کلانم شک داشته باشم. مطمئن هستم در گم شدن مادرم مادر کلانم دست دارم، اما به اثبات رساندن نمیتونم دیگه. به نظرم باید توضیح پلیس بریم. پلیس را باید خبر کنیم. با پلیس چی خواد گفتیم؟ کاش که از که راسی خانم مطمئن می بودیم، اما بر اثباتش دلیل نداریم. اول در مورد خانم آسیا نمیگیم، فقط میگیم که خانم چنار گم شده و ما بسیار به تشویش هستیم. بدون همکاری پلیس اونا را پیدا کرده نمیتونیم. بزو وقت اصلیت مادرم هرکس خواد شده. در حاله که بخاطر گفتن بچه تونو از ما منتظر وقت مناسب بود، اکسل عمل اونا چی خود بود؟ دخترم ای کار که در وقت مناسب داره جانم. هر چیزی تر باید مادر تا پیدا کنیم. بان بیادر خوهر تام از این گپ خبر شوند. در اول قار میشنم و بالاخره باز قبول میکنم. آه
اینجا هستی زود شو بیرون برای برد وعدم اتم که از بای نمی برامد. اما اگه بیرون نشی و ما پیدایت کنم باز او وقت از دستم نجات پیدا نمی کنی. گفت ما شنیدی؟ تو را به بار آخر وجدار می تو. خوب فکر کن. قبل از دیدن اولادم جان من نگی لطفا. اجازه بده که تو خوش بی اونا را یک بار دیگه میز کنم. میخوام یک بار دیگه با بوسه میشم. بعد از دیگه هیچ غمی ندارم. اچنار پوی راست انا آوازات شده و سابقه جرمیام داره آقا. دروغ است. دوهمت یک دفعه امروش معرفی شوین باز خود فامیده او یک قسم مادم نیست. شما چیو میشین ها؟ ما دخترش میشم. لطفا مادر ما هر چیزو در پیدا کنید. نه جای برفتن داره و نه غیر از ما کسی دگیره داره. حتما صدش کدام بلایی آمده. ما بخاطرش بسیار به تشویش هستیم امروش صاحب. از گم شدنش یک روز گذشته. این مدت کمی است. شاید خواسته باشه که تنها باشه. دازم تا کسی رو سیر نشه. ما کدام کار کلا نمیتونیم. چنار قسم خانم نیست عمر صاحب. به از اونا 20 سال میشه که از اولادشان دور بودن. حال ای که اولاده خود تنها بنه هیچ امکان نداره عمر صاحب. ما میترسیم برش آد صرف نداده باشه عمر صاحب. اگه امکان داشته باشم برای ما کمک کنه. فراد بفرمایین عمر صاحب. به خاطر چنار نامزود بر اسیره شروع کنین. با تمام شفاخانه خبر بدهید. لازم به خاطر شما ریشه یک بارم رای شبکه‌های مخابراتی هم گپ بزنید. عاجل است. اطاعت میشه عمر صاحب. تشکر بچیم. خداوند از شما راضی باشه عمر صاحب. زنده باشین. از شما تشکر میکنم. اگه کدام مشکل می بود با زینب زنگ می زد. اما شما بازم یک بار به پدر زینب زنگ بزنید. امی که نجمی برای راستن پیش او خاطر رفت. او کار خود انجام داده. شما تشویش نکنین. مطمئن هستم دیگه اشتباه را تکرار نمیکنه. خدا کنم تو باشه. اگه کوشش کنن بار دیگه زینب بعد از تو ظالم بتن باز هرگز چریشه دیده نمیتونن. شما تشویش نکنین. متوجه گپ هستم. ما با کسی اجازه نمیتم که بالای خانم زینب ظلم کنه. دو خیلی شکی نداری. ساعت شما چقدر است؟ ما یا دفتر عدلیه کار میکنم و شما در اینجا قهوه میخورین بشک؟ همیال آمدیم. باز گفتیم که مخستگی ما رفع شوه. تو هم میخوایی؟ نه جانم. خودت میفهمی قهوه ترکی خوشم نمیایم. اسما جان تو چی وقت میری بخیر؟ یعنی آفرین برات میگم. بجای ازی که وقتت امرای فامیل سپری کنی آمدی امرای عمر شیشتا و قصه میکنی جانه. راستش به خاطر قسم یکارت برات آفرینی میگم. تو در فکر من نباش. خدا میفهم چی کنم. خب دیگه جانه از دیگه بود باین باش که پشت تواری یک دختر زحمت کش دخت میاری. عمر جان او پرونده هتل که هست یک جای بررسی کنیم جانه. امیدوار هستم از تو بخیل زود نجات پیدا کنم. یمن 20 لیره میشه. خدا ازتان راضی باشه. از شما آقا. خسته نباشی عثمان پدر. وای آل سلام بارام علیک نمیگیری ها. ما هم به خاطر گپ زدن پیشت آمده بودم. حالا که میگی او لوده مرد و گپ خلاص شد باز ما هم ای توافق لغو میکنم. در ظرف یک روز این جرخ خالی میکنی. توافق نامر منه. تو خراب کردی نجمی. دستت خلاص دکان مکان نیست. میبینم که چطور ای کارا نمیکنی. من یک عالم سند دارم. سند تو را از اینجا بیرون میکنم. اول با دادن دخترت مرا بازی دادی. بعدا هم پیش قوم خیش مرا رسوا کردی. اتو نمیشه جانم. آره یک معامله میکنه. با کل چیز خوب فکر که کلایتا پیش رویت بانو مشوره که خوب دقیق. یا دخترت خانه میاری یا هم قرضت میپردازی. فراد
حالا زود شو جواب بده. نمیفهمم که در کدام جهنم هستی. حالا دیگه فراد، اگر باز کدام اشتباه انجام داده باشی باز من تو را قسم نمیمانم، فهمیدی؟ مادر جان چی شده؟ شما را باز کی قهر ساخته؟ مادر جان نمیخوایم که بیشتر از این قهر بسازمتان، اما نشه که چنار از پیشی یادم فرار کده باشه و به خاطرش به زنگ شما جواب نمیدم. خدا نکنه بازو وقت ما تباه میشیم. خدای تو برم کمک کن، به تو پناه میبرم، از تو یاری میخوایم. میترسم خدا این شب بخر سپری کن. خوب میفهمم که در اینجا هستی. تا وقتی که تو را پیدا نکنم جایی نمیرم. با اندازه نفسهایت برات نزدیک هستم. قسمه که از اجلت فرار کرده نمیتونی، اما قسم از من فرار کرده نمیتونی. خانم چنار، احشر انسان ها از وسوسه شیطان و حسفره به دیگر ها برد پناه میبرم. خدایا زود شو، خدا برم نشان بده وقت من اگه زود شو. بیگه یک دانه کم آب بنوش که به خود بیایی. بیازو از دست دیگر خود ناق ناراحت ساختی. زندگی تو چرا پشت او زنه گرفتی؟ ها؟ بانش به هر جهنمه که میره بره، ما همراهت هستم. باز همه تو یک شادخت مقبولم داریم، همه تو مادرم هم هست. ای تو نکو با خود بیا گله. تو نمیفهمی هر جا من میگم اونا یک کاری نمیکنن بدون خبر کردن من جایی نمیرن، چون میفهمم و مشناسم اورا. سهر او خود درست است، اما کجا رفته باشه؟ نمیفهمم، فکرش کده نمیدارم کم از دیوانه شما، اما باید کلی که باید دلیل داشته باشه. ما خانوزم نمیفهمم که در وجود او زن تو چی دیدی گلن. برات یه گپ بگویم، اما بی بی سرم قار نشو. تو ارزشی که با او زن میتی از ده قسمت یک قسمت شب با مادرم میدادی، باز وقت میدیدی که چی میشد. مثل گل و شربت با هم دوست و آشنا میشدین. با خدا قسم میخورم. تشویشت از نباید تسلیم شوی، حتما در این نزدیکی یا قریه هست.
باید خودم اونجا پنهان کنم. خدایا لطفاً امرم کمک کن. بیاین مادر جان. ترگوت کجاست هروز؟ در اتاقش خوابیده. امروز کمی خسته شده بود، از این خاطر وقت خوابید. اما اگه کدام کار داشته باشی نمیال صدایش میکنم. نه حالا بیا که بریم. کجا میرین مادر جان؟ ما از خود کار داریم هروز. اختم ایران ایران سل نکو. حالا دیگه درست است. میایم. مادر جان نشه که یک دفعه ترگوت بیدار شده و دوباره ما بپرسه. ببخشین خانم، اما تو چشمم پت شده بود. یکیش خانمم دیگهش مادرم، دو زنه که هیچ وقت گپم سرشان تأثیر نمیکنه. هر دوشان دست یکی کده نمیفهم چی میخونن. زینبم در اتاقش است، گفتم استراحت کنه تا که صحتش بهتر شوه. کدام مشکل است عثمان؟ امروز نجمی در دوکان آمده بود. به کدام روی باز پیشت آمده بود؟ از دستش میگرفتی بیرون میکشیدش، باز چی مشکل داشت؟ تو را میگم، به نجمی چی گفتی؟ باز از ما چی میخواست؟ اونو خونوگار گیر کده، اوراق برویم زد، گفتی یا دختره تا پس روان کو یا قرضای تا بپرداز. وای وای وای، حالا چی خواد کده؟ یک قدر پول چطور بپردازم اسمان؟ پرداخته نمیتونیم، ای امکان نداره، یک کروش هم پس انداز نداریم. خب پس برای چی خود گفتی؟ گپ واضح است، بد رقم ما رو بدا بنداخت، نجمی برم چاره دیگه نمونده. نه خیر پدر، لطفا امرای دخترتانی قسم نکنید. حضر میکنم برتون پدر. جانم وسایل تا آماده کن، فردا صبح تو رو به خانه شوهرت میبرم. برم وعده داده بودید، میگفتین بار دیگه مرا پیش او ظالم روا نمی کنید. اینقدر زد وعدتان فراموش کردید؟ وعده میتم که کار میکنم و تمام قرضای خودم میپردازم. لطفا پدر سرم رحم کنید. شوهرت آمده بود از مزرعت خواست، از این بعد هیچ وقت سر دست بالا نمی کنه دخترم. لطفا پدر جانی کار نکنید. فردا صبح وقت آماده شو، امی که خورشید برآمد تو هم میری. یک دانم جانم، کندم دخترم. امشب چقدر طولانی بودا خدایا، نه کسی دیده میشه و نه کسی معلوم میشه، حتی نمیفهمم کجا میرم. لطفا یک موبایل پیدا شوه. خدایا هیچ دیگه کجاست؟ ده وقتش کسی تیر نمیشه. یک موبایل. خدایا لطفا کمکم کن، یک دفعه با پلیس زنگ بزنم، دیگه تحمل نمیتونم. آقا در هر سراخ پت شوی پیدایت میکنم، زود شو بیرون برای مرا بیشتر خستن است و زود شو خودم برای نشان بده. زود شو اوزن صدای ما مشتوی. تاجیکستان بپیش همیشه بپیش، وطنی جان بپیش همیشه بپیش، ملکی جانان بپیش همیشه بپیش.
عزیز. دوستان، برای پیشرفت کاری ما ابنا شدن را و لایک گذاشتن را فراموش نسازید. این همه زحمت ها به خاطر شماست. برای زحمت های ما را قدر کردن اتون از شما سپاسگزاریم. تشکر برای توجهتون.